تمام اسرائیلیایی که به غیر از اسرائیل هیچ کشور دیگه ای ندارن، مستقل از کاری که اجدادشون کردن. یعنی حتی اگه اشتباهی بوده نبوده، ربطی با کسایی که تو اسرائیل به دنیا اومدن و به غیر از اسرائیل الان کشور دیگه ندارن که تو اسرائیل زندگی بکنن و اسرائیل کشورشون باشه و از این حقشون باید دفاع بکنیم. از تاریخ سوء استفاده نباید بکنیم که ببینیم چه الان نیازه. یکی این. در مقابلش هم تمام فلسطینیایی که به غیر از این منطقه فلسطین جایی برای زندگی ندارن، اونها هم حقشونه که تو این منطقه زندگی بکنن. از حق اونها هم باید دفاع بشه. ما برای اونها هم بهزیستی می‌خوایم. برای اونا هم احساس آرامش و ثبات و امنیت میخوایم، هم برای اسرائیل هم برای فلسطینیا. موضوع اینه که توی این منطقه ما به اندازه کافی زمین و منابع برای جفتشون داریم. بزرگترین مانعی که وجود داره برای اینکه اسرائیلیا و فلسطینیا نتونن با هم همزیستی بکنن در کنار هم یا با هم، دینه. من میدونم دلایل دیگه هم وجود داره، ولی بزرگترین مانع الان اسلام و یهودیت. و ببینید این موضوع اسرائیل فلسطین فقط بی‌ثباتی رو توی اسرائیل فلسطین به وجود نیاورده، این بی‌ثباتی در خاورمیانه و جهان رو توش نقش داشته، موضوع اسرائیل و فلسطین. و این دین هست که اینجا باعث این شده که ما الان بعد از این همه مدت نتونسته باشیم یه قرارداد صلحی داشته باشیم بین این دوتا گروه، و حالا هم نخواهیم داشت. سلام بچه ها، بیاین داوطلب بشیم برای عضویت در تیم جمهوری بی خدایان که با هم دیگه این جمهوری رو رشد بدیم. ما نیاز داریم به اعضای جدید که با هم دیگه محتواهای جذاب و آموزنده بیشتری تولید کنیم. نگران نباشید، من از طریق تلگرام باهاتون مستقیم در تماس خواهم بود و براتون توضیح میدم که چه کارهایی باید با هم بکنیم که با هم دیگه این مسیر رو پیش بریم. زیر همین ویدیو یه لینک فرم درخواست هست، لطفاً این لینک رو کلیک کنید، فرم رو پر کنید، ایمیلتون رو بدین که با هم دیگه در تماس باشیم. بوس به کله همتون. ابلیس یارو نگهدارتون. تاریخی بودن این اتفاق اهمیتی نداره. این قسمتی از اسلامه. حالا چه اسطوره باشه، چه یک واقعیت تاریخی باشه، چه ترکیبی از این دوتا باشه، مهم اینه که ما داریم باورهای اسلامی رو بررسی میکنیم، اسطوره‌هاش یا باورهاشون رو بررسی میکنیم که بیایم ماهیت اسلام رو بسنجیم، که ببینیم اسلام به یهودیان چجوری نگاه میکنه، چه باور دربارشون داره. اسطوره بودن این هیچ چیزی از این موضوع کم نمیکنه. سلام به همگی، من آرمین نوابی هستم. ما الان رو کانال یوتیوب جمهوری بی خدایان لایف هستیم. اگر روی یوتیوب دارید نگاه میکنین، لطفاً یک ثانیه وقت بذارید، همین الان برنامه رو لایک بکنین. لایک های شما باعث رشد کانال میشه، هیچ کاری نداره، یک ثانیه بیشتر وقت نمیبره، حمایت از ما هست بدون هزینه برای شما. لطفاً این کار انجام بدید. اگه بیشتر هم میخواین حمایت بکنین بعد از اینکه برنامه تموم شد، لطفاً زیر برنامه یک کامنت بذارین، کامنت های شما باعث رشد کانال ما میشه. کامنت انگلیسی هم بذارید، من نمیدونم به چه دلایلی میسه که تاثیرش بیشتره، جفتشو بذارین، یه فارسی بذارین، انگلیسی بذارین. موضوع برنامه امروز مشخصه، فکر کنم زمان خوبی هم هست که درباره این داریم صحبت میکنیم. دوتا موضوع رو به شما میگم که جفتش درسته، ولی اگه یکیشو به تنهایی بگم به نظر شما میرسه که من یک کسی هم که اون دومی رو دارم انکار میکنم، در صورتی که جفتش درسته. ببینیم، ما توی برنامه‌های قبلیمون گفتیم که درباره فلسطینیا، درباره مسلمونا، درباره اسرائیلیا، درباره یهودیا کلیگویی نکنیم، تعمیمه به کل ندیم. این واژه هم یکی نیستن، فلسطینی و عرب و مسلمون اینا کاملا فرق دارن، یهودی و اسرائیلی کاملا با هم فرق دارن. خب ولی اینا واژه‌ایه که معمولا کنار هم استفاده میشه، معمولا هم مردم دقت نمی‌کنن منظورشون کدوم یکی از اینا هست. ولی آمار هم یه چیزی هست، بعضی از رفتارها و بعضی از نگرش‌ها توی جامعه رواج بیشتری داره، طور نسبی، برای اینکه طور مطلق نمیتونیم در برنامه صحبت بکنیم. من بین اسرائیلی‌ها خیلی راحت میتونم اسرائیلی‌هایی پیدا بکنم که وقتی ارتش اسرائیل، وقتی ITF میاد آدم بیگناه میکشه، اسرائیلی که ارتش اسرائیل این کار انجام بده رو محکوم میکنه، پیدا کردنش خیلی راحت تره تا فلسطینی که این کارو توسط حماس رو محکوم میکنه. این به این معنی نیست که فلسطینی وجود نداره که این رو محکوم میکنه، هست، ولی نسبتاً خیلی کمتره. این یه واقعیته. این که بین فلسطینی‌ها ما شعارهایی میبینیم، شعاراشون تبلیغ نسل‌کشیه، نه همه اسرائیلی‌ها، همه یهودیاست. دارن درباره کوره‌های جنگ جهانی دوم شعار میدن، ولی من فیلم مدرسه‌هایی دیدم که یه مش خرمذهبی یهودی دارن به بچه‌ها درس میدن که باید همه عربا رو نسل‌کشی کرد. بله اینها هست، ولی اینها توی فلسطینی‌ها، تو قسمت فلسطینی به شدت بیشتره، بین مسلمون‌ها به شدت بیشتره، بین عرب به شدت بیشتره. این چیزیه که براش سند داریم. حالا ولی یه چیز دومی هم هست، اینو فقط بگم، به نظر میسه که این اولیه رو دارم انکار میکنم. فلسطینی‌هایی که آتئیستن و اینا الان چنان منزوی هستن، در چنان افسردگی هستن، چنان احساس بی‌هویتی میکنن. یه دلیلی هم که ما اصلا جمهوری بی خدایان رو ساختیم برای همیناست. مثلا فلسطینی‌های آتئیستی تنها جایی که خونه‌شون میدونن همین ایتیس ریپابلیک انگلیسیه، اینو به ما میگن.
یعنی ما براشون سعی کردیم یه محیطی به وجود بیاریم که بتونن احساس تعلق بکنن توش. ولی ما این فلسطینیا رو میشناسیم، هستن فلسطینیایی که الان دارن احساس شرم میکنن متاسفانه. ببین موضوع اینه، باید آمار رو دید. ما فرق بین اسرائیل و فلسطین رو میبینیم. یه سری چیزا بین فلسطینیا متاسفانه بیشتر رواج داره، رادیکالیسم، این وحشیگری ها بین فلسطینیا متاسفانه بیشتر رواج داره. ولی با اینکه این درسته، هنوزم تضمین به کل نمیتونیم بدیم. چرا؟ چون من میدونم فلسطینیا هستن که اینجوری فکر نمیکنن. تا وقتی یک نفرم باشه که اینجوری فکر نمیکنه، ما نمیتونیم تضمین به کل بدیم. با اینکه میگیم که بله آمارم هست. چرا این بین عرب، بین فلسطینیا و بین مسلمونا رواج بیشتری داره؟ وقتی میپرسیم چرا، بعضیا سعی میکنن که بیان اینو دوباره تک فاکتوریش میکنن. هم کسایی که تو جبهه ما هستن تک فاکتوریش میکنن، هم کسایی که مخالف ما هستن. کسایی که مخالف ما هستن میگن اسلام هیچ نقشی نداره، این موضوع سیاسیه، این موضوع ضد استعماریه، نقش اسلام رو میخوان تقلیل بدن به صفر. ولی متاسفانه کسایی هم که تو جبهه ما هستن میخوان نقش اسلامو بگن همشه، فقط اسلام. در صورتی که توی موضوع اجتماعی فاکتورها ترکیبیه، معمولا نداریم یه چیزی که تک فاکتوری باشه. ولی اسلام با اینکه تنها فاکتور نیست، ولی یه فاکتور بزرگ، یک فاکتور به شدت بزرگ. حالا اینم برمیگرده به موضوع برنامه امروزمون. ببینیم این یهودی ستیزی چقدر و تبلیغ به نسخوشی یهودیا، آیا در اسلام نهادینه شده یا نشده؟ آیا تاثیر باورهای اسلامی روی یهودی ستیزی چقدره؟ حالا یکی از معروفترین داستانایی که بهش اشاره میشه توی اسلام که میخواد نشون بده ذات اسلام چقدر یهودی ستیزه، نه فقط یهودی ستیز، حتی تبلیغ قتل عام کردن یهودیان هم میکنه. حالا ما اینجا مسلمون هم داریم، مثبت که میاد بخواد حرف ما رو نقد بکنه، مسلمانای دیگه هم اگه هستن بیان که ما اینجا فقط نظر ما آتئیستا نباشه. چیزی که تو این درگیریایی که بین طرفداران اسرائیل و فلسطین هست اینه که هر دو گروه، اونهایی که انقدر اکستریم عمل میکنن، سعی میکنن خودشون رو منطقی نشون بگن، بگن که نه ما این کارمون موجهه. شاید برای خودشون درست باشه، ولی دلیلش منطق و عقلانیت نیست. دلیلش این هست که من یک ایدئولوژی دارم و این ایدئولوژی به من بگه این کارو بکن. ایدئولوژی شماست که شما رو داره به اینجا میکشونه. خب و اتفاقا یکی از این ایدئولوژی هایی که بسیار بسیار خوب میتونه این کارو برای شما انجام بده همین اسلام عزیز دیگه. بکش که دستور خداست، در این راه هم اگر کشته شدی که اندرب به هم یرزقونی دیگه، میره اون دنیا حوری و اینام بت میدن و عالی. بله، یکی از مهمترین فاکتورهاش نظر من ایدئولوژی اسلامیه و همین تاریخ ها و این قصه ها و این داستان هایی که حتی اگر دروغ هم باشن، واقعیت هم نداشته باشن، دارن واقعیت میسازن، ایدئولوژی میسازن در قرن 21 و ازش استفاده میشه. یکی از دلایل مهمش اینه. در جنگی که به ما تحمیل شد توسط عراق، یک شعاری بود که به احتمال همه اینو شنیدین، مسیر قدس از کربلا میگذرد. کاملا مبنای دینی داره دیگه. این حجم از تکرار این که یهودی ها آدم هایی هستن که به افراد مقدس رو در اسلام از بین میبرن، فکر کنم یه نشونه خوبی هست که بتونیم با شروع کنیم. اینقدر بی ربط این موضوع نیست، صرفا ما محدود نیستیم به یک واقعه تاریخی. اولا که درون دین اسلام، خب شما همتون میدین آیات صلح خیلی زیاد است و حتی این حکم اسلامی است که اگر دو گروهی با یکدیگر دارن جنگ میکنن، شما برید اونجا در بین اونها واسطه گری کنید و اونها اونجا صلح برقرار کنید. بعد از اینکه صلح برقرار کردید، اگر یک گروهی تجاوز کرد، با اون گروهی که تجاوز کرد بجنگید تا باز به اصطلاح صلح برقرار. این یعنی هدف دین در مرحله اول، حکم اول همین است که به اصطلاح دنبال برقراری صلح هست. حالا میگی مثلا نه، من میخوام بر این فرض، اگر دینی بر حق باشد، بر فرض حق بودنش میخوام بحث رو با تو جلو ببرم، قضاوت کنی. اگر دینی بر حق باشد و دستور به جنگ بدهد، آیا با باز هم باید از جنگ پرهیز کنی؟ اینو شما بگو به من. قبول، کاملا حرف درسته. وقتی دین از منبع، دین منبع وحی کجاست؟ به خدا وصله. آفرین. خدا هم مالک نفوس است. آقا آفرین. ما با باطل نمیجنگیم، ما اصلا داریم با حق میجنگیم. این شخص بیگناهی است، خدا دستور داده این بیگناه رو بکشید. من دارم این آخر پاسخو بهت میدم. این اسرائیل علیه السلام، مگر حضرت اسرائیل علیه السلام هر روز هزاران بلکه میلیون ها جان رو نمی ستاند؟ نقدی وارد است به او؟ نه، او به هر کسی دلش بخواهد اراده کند حیات میدهد، به هر کسی هم اراده کند جانش رو به اصطلاح می ستاند و به کسی هم پاسخ نمیدهد. به هر کسی از خدا علم عمر گرفته، نعمت گرفته، هر چی از خدا به ما برسد، این در قالب لطف تعریف می شود. کسی من الان 40 سال عمر کردم، 40 سال عمرم رو از خدای عالم طلب نداشتم. این دوتا چشمم رو الان دارم، از خدای عالم
طلب نداشتم. خیلی از افرادی که اینجا دارن صحبت میکنن همیشه این داشته هایی که از خدا به اونها رسیده رو به عنوان طلب، به عنوان حق برگردن خدا در نظر گرفتن، بر اون هست بحثشون رو به اصطلاح جلو میبرن. حالا شما میخواید راجع به این بحث که مثلا دین باعث شده، اگر دین رو بر حق در نظر بگیریم، میام به راحتی به نظرم پاسخ داده میشه. چقدر قشنگ گفتی، دمت گرم مثبت. منم با شما هم نظرم، بله کاملا درسته. اگه خدای وجود داشته باشه، اگه اسلام بر حق باشه، منطقی ترین کار این هست. حالا من که از دیدگاه شما نگاه کردم و پذیرفتم، از یه دیدگاه مسلمان پذیرفتم، میتونی از دیدگاه ما بیای نگاه بکنی و بیای ببینی که اگر اسلام بر حق نباشه، اگه خدای وجود نداشته باشه، اگه زندگی انسان محدود باشه به همین و هیچ آخرتی هم بعدش نیست و تنها شانس انسان، تنها راهی که ما داریم برای افزایش بهزیستی، برای افزایش لذت، برای افزایش رفاه، برای کاهش زجر، برای کاهش بدبختی، همین زندگیه، آیا قبول داری که اگه اسلام بر حق نباشه چه فاجعه ایه که ما بیایم بپذیریم که بر اساس یک سری خرافات، بر اساس یک سری اسطوره ها ما بریم آدم بیگناه بکشیم؟ اون قبول میکنی؟ نه آرمین، من اگر اسلام بر حق نبود، اسلام یک دین باطلی بود، باز من از این موضع به نفس مصلحت است که از این دین باطل ما پیروی کنیم، چون این به ما انگیزه میداد برای نیک بودن. اگر اسلامی واقعا بر حق نبود، خب من چرا خشونت نکنم؟ چرا جان دیگران رو نستانم؟ دلیلی ندارم، انگیزه ای ندارم، فقط به منافع و مصلحت شخصی رو به اون فکر میکنم و اون رو فقط دستور کار قرار میدم. این منافع شخصی در اکثر مواقع با منافع دست جمعی در تعارض و در تناقض قرار میگیره. خب مشکل اسلام اینه که نیک بودن رو کشتن بیگناه اون وقت تعریف میکنه. اون کف پاسخ. اگه خدایی وجود نداشته باشه، آخرتی وجود نداشته باشه و اسلام بر حق نباشه، خب ما اگه برای اینکه بتونیم یک زندگی سالم و محدودی و با رفاهی و با امنیت و با نیکی و با مهربونی و با عشق ورزیدن و کاهش زجر و کاهش جنگ و کاهش فقر داشته باشیم، باید بتونیم با هم زندگی بکنیم، باید بتونیم به هم عشق بورزیم، باید بتونیم به هم دیگه در کنار هم زندگی بکنیم، باید کشتن بیگناه رو بتونیم محکوم بکنیم، اون وقت این اسلام اون وقت خطر میشه برای همین وقت محدودی که داریم که برای که یه زندگی خوبی داشته باشیم. نمیشه؟ نه دیگه. ببین اگر اسلامی وجود داشته باشه، آیا کسانی به ما تعرض کرد، باز ما جنگ نباید بکنیم که حالا مثلا خشونت میکنیم؟ باز ما جنگ میکنیم. بیگناه؟ شما گفتی بیگناه. آقا جو شما گفتی آدم بیگناه. من اینجا خواستم به ته پاسخ رو بدم. همین ته پاسخ رو به من مثال میخوام استفاده بکنیم. خب همین مثال خودتو بگیر برو جلو دیگه، هرچی که اون بقیه رو ول کن، مثال خودتو تو من دارم اصل باور به وحی رو با این مثال تو به چالش میکشم. اگه بر اساس یه باورهای غلط ما سعی بکنیم که بهزیستی رو تو جهان افزایش بدیم، به احتمال زیاد نتیجه غلط هم میگیریم. من اونو گفتم دیگه. خب اگر خدایی بهتر نباشه، هر کسی مصلحت شخصی خودش رو لحاظ میکنه. مصلحت شخصی ما مصلحت جامعه است، اصلا اینجوری نیست. ما شخصی با مصلحت عمومی همیشه در تعارض و تناقض قرار میگیره. نیست، همسوه نیست، همسوه. ببین هم از لحاظ فردی تو جامعه، خب ما به عنوان یک حیوان اجتماعی، به عنوان یک سوشال انیمال، ما به طور ذاتی میل به همکاری داریم، میل به محبت داریم، میل به عشق ورزیدن داریم. تحقیقات آکادمیک داریم که نشون میده که خوشحالترین و سالمترین، هم از لحاظ روانی هم از لحاظ سلامت بدنی، انسانها کسایی هستن که در مهر و محبت و همکاری به انسانهای دیگه دارن زندگی میکنن. یعنی برخلاف تصور مردم که پول و قدرت و شهرت خوشحالی میاره، چیزی که تحقیقات علمی داره نشون میده، انسانهایی که به همدیگه عشق میورزن و محبت میکنن و دارن با هم همکاری میکنن، از آدمایی که شهرت و قدرت و پول بیشتری دارن خوشحالترن. پس نه، با هم تناقض نداره. هم از لحاظ فردی شما دارید اشتباه میکنید، خب منافع شخصی و منافع جمعی همسو هستن، هم از لحاظ منطقی شما اگه باعث تشکیل یک جامعه ای بشی که مردم دارن با صلح و ثبات و امنیت کنار هم زندگی میکنن، به نفع منفعت شخصی یک شخص هم هست. از همه لحاظ اگه بخوای بیاد نگاه بکنی، منفعت شخصی و منفعت جامعه همسو هستن با هم. برای همین شما بدون خدا، بدون اسلام، بدون دین، از لحاظ منطقی بهترین کار برای خوشحالی خودت اینه که به بقیه محبت بکنی و به بقیه عشق بورزی. حسادت و خشونت میکنن، خب اونها از لحاظ روانی اونا یک جهنم برای خودشون ساختن و تو اون جهنم دارن زندگی میکنن. خب کسایی که تن میدن به امیال ذاتی خودشون برای عشق ورزیدن، محبت و همکاری، اونا تو ذهن خودشون دارن برای خودشون یه بهشت میسازن، بقیه دارن تو ذهن خودشون برای خودشون یه جهنم میسازن. بریم سراغ برنامه.
سوره احزاب آیه های 26 و 27 و خداوند کسانی از اهل کتاب را که از مشرکان عرب پشتیبانی می کردند از برج و قلعه های مرتفعشان پایین کشید و در دلهای آنان ترس و وحشت افکند که شما مسلمانان گروهی از آنان را کشتید و گروهی را اسیر کردید و سرزمین آنان و خانه ها و اموالشان و زمینی را که در آن گام ننهاده بودید در اختیار شما گذاشت و خداوند بر هر کاری تواناست. مولای ما امیرالمومنین سلام الله علیه 700 نفر را در یک روز چنانچه نقل می کنند از یهود بنی قریظه که نظیر اسرائیل بود و اینها از نسل اونها شاید باشند از دم شمشیر گذران. ببینی پس هر کسی بخواد بیاد بگه که این با این داستانا رو باور نداره باید اینجا بیاد بگه که یه شخص مثل خمینی که توی فقه و اسلام و شریعه و اینا بسیار متخصص بود باید بیاد ادعا بکنه که اسلام شناسیش از خمینی بالاتره، یعنی بیاد بگه که خمینی اینجا داشته اشتباه میکرده. ما یه تشکری هم بکنم از میلاد به خاطر سوپرچتش. میلاد میگه مؤمنین عزیز گویا وجدان ندارن، شما به بقیه بدی کنی عذاب نمیکشی. دقیقاً مسلمانی که میاد میگه آقا من بدون دین فقط به منفعت شخصی خودم فکر میکنم، یعنی برخلاف آدمای دیگه وجدان نداره. یعنی ما حداقل آدمای نرمال احتیاج به خدا و جهنم نداریم، ما از دیدن زجر بقیه زجر میکشیم، ولی اینا مثلا که احتیاج به جهنم دارن که مثلا به بقیه ظلم نکنن. دقیقاً نکته خوبی بود میلا. سالها قبل از ورود محمد ابن عبدالله پیامبر اسلام به یثرب یا همون مدینه، این شهر دارای قبایل مختلفی بود. در بین این قبایل سه قبیله یهودی به نامهای بنی قینقا، بنی نذیر و بنی قریظه هم وجود داشتند که هر کدوم دارای قلعه های مخصوص برای خودشون در حومه یثرب بودند و داخل اونها زندگی می کردند. این قبایل یهودی که اقلیتی از جمعیت یثرب را تشکیل می دادند در عین حال در کشاورزی و دامداری پیشرو و ممتاز بودند و حتی در برهه‌هایی از تاریخ از نظر سیاسی هم به دیگر قبایل برتری داشتند. اما قدرت سیاسی و حکومتی اونها بعدها رو به زوال گذاشت. حدود 100 سال قبل از هجرت محمد از مکه به یثرب بین قبایل مختلف یثرب درگیری ایجاد شد که به تدریج تمامی اهالی شهر وارد این درگیری‌ها شدند و رفته رفته قبایل یهودی گاهی در جبهه‌های مخالف یکدیگر هم دست به نبرد می‌زدند. وقتی پیامبر اسلام محمد از مکه به یثرب هجرت کرد، مسلمان‌ها نام این شهر را به مدینه النبی یعنی شهر پیامبر تغییر دادند و محمد با قبایل یهودی پیمانی بست که اونها کسی را بر ضد محمد یاری نکنند و با هم در صلح باشند. همچنین عده زیادی هم از قبایل دیگه مدینه به خصوص قبایل اوس و خزرج به پیامبری محمد ابن عبدالله ایمان آورده و مسلمان. ببینید این قسم این پیمانه رو یادتون نره، چون که فکر کنم مسلمان ها بخوان بیان بگن که خب ببینید یه عهد و پیمانی بوده اینجا و این یهودی ها زدن زیرش. خب اینو پس در نظر داشته باشید. همینجور که بریم جلو میگن که این مجازاتی که یهودی‌ها بعداً میشن بالاخره حقشون بوده به خاطر اینکه یه همچین کاری کرده. پس اینو در نظر داشته. همچنین عده زیادی هم از قبایل دیگه مدینه به خصوص قبایل اوس و خزرج به پیامبری محمد ابن عبدالله ایمان آورده و مسلمان شدند که پیامبر اسلام نام این افراد رو انصار گذاشت. البته افرادی که از مکه با محمد به مدینه اومده بودند و یا صحرانشین هایی که مسلمان شده و به این شهر اومده بودند هم به مهاجرین معروف شدند. حدود 2 سال بعد یعنی در سال دوم هجرت غزوه بدر یا جنگ بدر بین مسلمان ها و بزرگان قریش اتفاق افتاد. غزوه به جنگ هایی گفته می شد که پیامبر اسلام شخصا در اونها شرکت می کرد و فرماندهی جنگ را به عهده می گرفت. بعد از پیروزی مسلمان‌ها در غزوه بدر، قبایل ثروتمند یهودی مدینه از پیشرفت نیروهای اسلامی دچار ترس شدند. به همین خاطر یهودیان قبیله بنی قینقا که قدرت اقتصادی مدینه را در دست داشتند، با جنگ تبلیغاتی علیه مسلمان‌ها عملاً پیمانی که با محمد بسته بودند را زیر پا گذاشتند. ببینید اینجا باید مراقب باشید. خب اینجا اولا که هر جرمی هم انجام داده باشن، هر پیمانی هم مثلا زده باشن زیرش، مجازاتی که بعدا میاد در برش صحبت میکنه اصلا غیر قابل مقایسه است. یعنی
جرمه با مجازاته به نظر میرسه که هیچ تناسبی نداره، یعنی مجازاته که اصلا هیچ جا قابل پذیرش نیست. ولی باید اینجا هم در نظر داشته باشه که از دیدگاه ما، کسایی که از درون دارن دین رو نگاه میکنن، این روایت ها رو از جزئیاتش حداقل ساختگیه. برای همین موضوع فقط مجازاته نیست، موضوع از همینجا شروع میشه. یعنی این یهودی ستیزی، من اگه از همینجا ویدیو رو پاز بکنم دیگه نریم جلو، من همینجا میتونم بگم به شما بگم که این داره یهودی ستیزی رو داره تو اسلام نشون میده. چرا؟ چون داریم درباره روایت سازی صحبت میکنیم. شما وقتی توی فرهنگی مثلا داشته باشی که قشر، مثلا قشر A توی جامعه قوم A هی بیاد بگه که اینها مثلا دزدی میکنن، خیانت میکنن، اینا کسایی هن که مثلا به عهد و پیمانشون وفادار نیستن، خب این مشخصه که روایت سازی توی این جامعه در جهت بد بودن این قوم داره شکل میگیره. خب یعنی اینا الان وقتی یه مسلمون میاد بگه خب ببینید اینا این کارو کردن، خب پس حقشونه. خب اینا این کارو کردن، شما این روایت ها ساختگیه در جهت موجه نشون دادن یهودی ستیزی. حالا بریم جلو. اما جنگ رسما بین اونها و مسلمون ها از زمانی شروع شد که یک مغازه‌دار یهودی به یک زن مسلمان اهانت کرد و یکی از مسلمون ها که شاهد ماجرا بود مغازه‌دار رو کشت و در پی اون هم جمعی از یهودیان بازار اون مسلمون رو به قتل رسوندند. با رسیدن این خبر به محمد، مسلمون ها قیام کردند و یهودیان بنی قینقا از ترس به داخل قلعه هاشون پناه بردند. ببین این به نظر من خیلی مشخصه که شما وقتی که توی اسلام، وقتی که تعصب و اینا بسیار وجود داره، وقتی که میخوایی مثلا یه جنایت رو توجیه بکنی، این که بگی که یه مغازه‌دار یهودی به یک زن مسلمان مثلا یه حمله کرده، داشتن تعصبای ناموسی و اینا توی اسلام اینجا کاربردش برای همینه که وقتی میخوای بیای چیزی رو موجه بکنی، بیای بگی او به زن ما فلان شده. خب یعنی این خیلی به نظر من دست گذاشتن روی چیزی که توی اسلام، توی ادیان و فرهنگایی که آنر کالچر هستن، خب یعنی تعصبی هستن، دیدگاه های ناموسی و اینا دارن، مشخصه که میای وقتی میخوای روایت سازی بکنی برای اینکه حرص مخاطب رو در بیاری از یه قشری، دقیقا میای یک جرمی رو اشاره میکنی که بیشترین حساسیت رو روش بشه داشته باشه. محاصره یهودیان 15 روز طول کشید و اونها بر اثر این محاصره به زانو در اومده درهای قلعه رو باز و خود. خیلی جالبه، اینا روایت ها کاملا ساخته مسلمون هاست. بعد وقتی مردم میخوان بیان توجیه بکنن این نسل‌کشی رو، میان میگن خب یهودی ها این کارو کردن. خب یهودی ها این کار کردن به گفته کی؟ به گفته مسلمان هایی که داستان نویسی کاملا دست مسلمان ها بوده. خودشون رو تسلیم ارتش اسلام کردند. محمد اونها رو به محدوده شام تبعید کرد و اموال اونها توسط مسلمان ها به غنیمت گرفته شد. یه جرمی رو تعمیم دادن به تمام قوم به خاطر که کاری که بعضیشون کردن. بفرمایید. الان تایتل هم زدی؟ معمولا یک مغالطه ای هست که همیشه بر علیه اسلام استفاده شده، قتل عام یهودیان به حکم پیامبر اسلام. اینجا به سر ببینید، فکر کن مثلا فرض کن ما با اصفهانی ها در حال جنگ هستیم، آیه نازل میشه و چون میدونید که آیات در ایران شأن نزول دارد و در حوادث و اتفاقات مختلفی به سر آیات نازل میشده، ما که با اصفهانی ها در جنگ هستیم آیه نازل میشود که این اصفهانی ها رو هر کجا یافتید بکشید. امروز مخالفین اسلام میان از اون کلمه سوء استفاده میکنن فقط از روی تشابه اسمی، یعنی شأن نزول رو سبب نزول این آیه در چه مقامی در چه شرایط نازل شده اینا رو لحاظ نمیکنند، فقط از روی تشابه اسمی. بله آقا، حالا این اصفهانی رو چرا باید ما بکشیم بابا جون؟ نه به خاطر اصفهانی بودن، نه به خاطر یهودی بودن، چون به خاطر اینکه با اون اصفهانی ها ما در جنگ هستیم. در رابطه با بحث کفار هم همین است. و یه بار است که شما برداشت کنیم از آیه قرآن که با این کفار، با اون کفاری که به جنگ آمده به جنگید. چرا؟ چون به جنگ آمده. یه بار است بیایید بخوای اون آیه رو جوری معنا کنی که انگار برای کافر بودنش بکشید. این دو بحثه. همیشه این مغالطه رو مخالفین بر علیه ما استفاده کردن. الان تایتل تو شما هم انگار دارد به ما مثلا میرسوند که انگار مثلا پیامبر اسلام گفته است که یهودیان رو بکشید. نه به خاطر یهودی بودنشان، به خاطر اینکه زمان یهودیان به اصطلاح در وسط در میدان جنگ بودیم. بله خب اون یهودیانی که به اصطلاح
باشون در جنگ بودیم، ما هم معلوم است هر کسی باشد در جنگ، خب معلوم است میکشن در جنگ، که انگار اسلام گفته است که یهودیان رو به شراب بکشید، قتل عام یهودیان به حکم پیامبر اسلام. بله گفتم دیگه، آره همینو که اوکی. پس اجازه بدید، موضوع اینه که شما فرض کنید که روایت هایی دارید که میاد میگه که اصفهانی ها این کار کردن، اصفهانی ها اون کار کردن، اصفهانی ها اومدن خیانت کردن، اصفهانی ها اومدن به زن ما مثلا حمله کردن، اصفهانی ها اینجا دزدی کردن، بعدن ما این اصفهانی ها رو مجازات کردیم. من میگم این باورهای شما به نظر میرسه که ضد اصفهانیه. و میگه نه ببین، من که نگفتم که بیاین همه اصفهانی ها رو مجازات بکنیم، این اصفهانی ها این کارا رو کردن و خب وقتی که این کارا رو کردن باید مجازات بشن. من میگم آقا کل این داستان ها داره نشون میده که اصفهانی حالا تو داری میگی که به خاطر اصفهانی بودنشون نبوده، ولی شما وقتی که دارید این اعمال رو همش نسبت میدین به اصفهانی ها و بعد میای نشون میدین که اینا لیاقت همچین مجازاتی رو دارن، این کل این پکیج به طور کلی که ضد اصفهانیه. بذار برای یه مثال بزنم که شاید متوجه بشی. خب ببین مثلا فرض کن که به خاطر جرمای داعش جمهوری اسلامی من بیام بگم که مثلا داعش، فرض کن داعش، میگم که ببین مسلمان ها این کار کردن، این مسلمان ها دارن مثلا به زن ها تجاوز میکنن، این مسلمان ها اومدن این کار، این مسلمان ها رو ما باید بزنیم مثلا بکشیم، این مسلمان ها رو باید حذف بکنیم، این مسلمان ها رو باید فلان بکنیم. من فکر کنم یه مسلمان ممکنه بیاد اینجا بگه آقا جان چرا میگی این مسلمان ها، این مسلمان ها مگه همه مسلمان اینجوری هن؟ یعنی خب این داعشی ها رو برو مثلا سر کن حذف بکن جلوش رو میگی، یه طوری میگی این مسلمان ها این مسلمان ها. خب مشخصه که من دارم سعی میکنم با گفتن این مسلمان ها دارم سعی میکنم چه کار بکنم، دارم سعی میکنم یه تعمیم به کلی بدم. یکی این، بعدم یکی این که حالا حداقل من مثال داعش و جمهوری اسلامی زدم، اینا اتفاقات واقعیه. فرض کن که اصلا مسلمان ها همچی کاری نکردن و من دارم داستان میگم. حالا مثلا یه قشر دیگه از جامعه روایت میسازم از ایرانیا، خب مثلا میگم ایرانی ها اومدن توی مثلا آمریکا مثلا دزدی میکنن، خیانت میکنن، چه میدونم آدم میکشن، میگم داستان میگم، مثلا داستانات تاریخی عملش نداره. یعنی مشخصه که روایت سازی در جهت بد نشون دادن ایرانیاست. حالا تو داری میگی اینا این کارو کردن، من دارم میگم که آقا جان به گفته کی این روایت ها رو که سند تاریخی که براش نداریم که دقیقاً چه اتفاقی افتاده، به گفته مسلمان ها اومدن خیانت کردن، به گفته محمد اومدن این خیانت رو کردن. بعدم حتی اگه اینجا هم این یهودیا اینجا یک جرمی انجام دادن، خب مثلا فرض کن یه خیانتی کردن، هم اینجا هم میبینی عدالت رو چجوری مسلمان ها دارن رعایت میکنن. فرض کن که واقعا موجه بود، حالا مگه همشون این کارو کرده؟ مگه همه قوم اومده این کارو کرده؟ به این میگن مجازات جمعی، یعنی کلکتیو پانیشمنت، تمام یه قومی رو، زن و بچه و مرد و همه مردایی هم که نقش نداشتن، تمام خانواده‌ای که نقش نداشتن، تمام اموالشون رو گرفتن، بعدم تبعیدشون دارن میکنن. تازه هنوز به آدم کشیش هم نرسیدیم. از ATS‌ها بدتر داریم لطمه می‌زنیم. یه وقت اصلا میگم من یه آرمین اصلا قبول ندارم، خب این یه بار قبول، ولی میگم قبول دارم اما در عمل اثبات میکنم که اصلا عددی نیست برای اون چیزی که من میخوام باشه. محمد اونها رو به محدوده شام تبعید کرد و اموال اونها توسط مسلمان‌ها به غنیمت گرفته شد. پیامبر اسلام غنایم رو بین اصحاب تقسیم کرد و گفته شده این ببینید چقدر جالبه، محمد دستور داده که اموال اینا رو بگیرن بدن دست مثلا مسلمونا. خب عجیب، خیلی عجیبه. شما بگید این کجا اصلا میشه اینو توجیه برای ما، یک کسی بیاد اینو برای من توجیه بکنه که این درسته. مثلا اون بچه یهودی که الان توی قسمتی از این قوم بوده، خب الان یه زندگی مرفهی توی یثرب داشته، الان همه چی رو بابا مامانش همه چی رو از دست دادن، تبعید شدن، خونش رو داره از دست میده میره، الان محمد برای چی داره اون بچه یهودی رو مجازات میکنه؟ یکیشون اینو برای من توضیح بده، اون بچه یهودی الان چی کار کرده که الان باید تبعید بشه؟ اگه سنت مسلمان در بین یهودیان بود که بعضی وقتا هم هست باید قصاص میکردن، خب اون مسلمان رو کشتن دیگه. اصلا این حکم قصاص رو میدونیم برای چی گذاشتن؟ یعنی یکی از تعریفی که میشه که برای اینکه چرا حکم قصاص رو به زمان محمد مثلا اومده، برای اینه که قبیله ها دیگه برای کشتارشون با هم جنگ نکنن، یه نفر اون یه نفری که یکی رو کشته قصاص بشه که دیگه جنگ قبیله‌ای نشه. حالا اینجا جنگ قبیله‌ای شده اتفاقا، یعنی محمد به جای اینکه بیاد اون یه دونه مثلا این دوتایی که به هم کشته شدن رو چیز بکنه، اومده جنگ قبیله‌ای هم رو انداخته. خیلی عجیبه. شهروند خود اونجا نبوده، اونها اتباع بودن، جزء اتباع که مثلا مهاجرت کرده بودن، اصلا به فساد میپرداختن، تبعیدشون کردن به مدینه بودن. اینا قبل از اینکه محمد بیاد اینا مدینه بودن،
در رابطه با بنی قینقاع اون داستانی که من یادم خوندم این است که بدهیایی که اونها طلب داشتن از مسلمانان هم نمیدونم اونها نزول میدادن به مسلمانان یا مسگر بودن و خیلی وقته اینا رو همه رو به اینها پس میدادن اینا رو میفرست. حالا شما شاید یه روایت ضعیفی یا یه روایت نادرستی بخوای شنوندگان قضاوت کنن. به نظر شما آقا رسول خدا چنین کسی بود؟ طبقات کبرا مهمترین معتبرترین و کاملترین کتاب اونقدر زیاده این کتاب که به قرآن اول قرآن استناد نمی‌کنید. در هر جور یک کتاب تاریخی است. به قرآن استناد نمی‌کنید. این انتقاد به قرآن استناد می‌کنید. تاریخ به قرآن استناد کنید اصلا نمی‌فهمید محمد چیکار کرده چند تا جنگ کتاب مغازی واقعی هم این نکته اشاره شده. شما اگه بخواید قرآن بسندی بری جلو اصلا 90% دین اسلام هضم میشه. خب آداب و رسومشون تمام نماز و حج و اینا رو شما نمیتونید با قرآن پیدا بکنید. تمام تاریخ اسلام میپره اگه شما بخواید فقط به قرآن رجوع بکنید. من میگم که شما نیم این کلکو نذارید بهتون بذارن. خب شما اگه این روایت رو قبول نکنید و فقط بخواید از قرآن استفاده بکنید اسلام پر حج میره، نماز میره، همه چی میره، هیچ کدوم از اینا نمیدونی چی جوری باید انجام بدید. برای همین اینا عرض براشون یا باید بپذیرید این روایت رو یا همه اسلامتون میپره. بگو ظرفیت این بحث نمیکشید. تو من که توان تشخیص و بررسی سندی اون احادیث رو ندارم که حالا بخوام تشخیص بدم و اطراف اون میخوام بذار صحبت کنم. یه روایتی هست، حالا شما میگید حالا یه چیزی دیگه. بچه مثلا یه جاشو بخونی یه جاشو نه، بیشتر روایات اینا غلط هستند و نادرست هستند. یا ما باید به این روایاتی که هرچند ممکنه معتبر نیست، بله اگر از نظر من باشه که اصلا هیچ کدوم از اینا معتبر کلا نیستن چون داده آزمون‌پذیری براش نداره، مثلا برای وجود محمد اینا هم نداره، ولی ما بر اینا پیش‌فرض قرار میدیم که بر این روایات در واقع مستند قرار میدیم این روایات چون چیز دیگری نداریم. از مظلوما میگرفته میداده به ظالما، ظالما خوش خرم صفو میکردن دیگه، دستش هم میبوسیدن. چرا شما در رابطه با تعرض صحبت کردید؟ شما مگه حکم شریعت رو قبول ندارید؟ مگه احکام شریعت رو قبول ندارید؟ حکم تعرض حده، فدیه است، حتی گفته برای مرگ هم بهتر از جای قصاص دیه بگیرین و ببخشین، برادر مسلمانتون رو ببخشین. حکم اسلام مشخص است در این رابطه که به اصطلاح ما حق نداریم مثلا یک ریال حق کسی رو بخوریم که یهودی باشد، چه نصرانی باشد، چه کافر باشد. دنیای لیبرال، دنیای سکولار، دنیایی که باورهای مدرن داره از این اصول اخلاقی روش‌های بهتری رو پیدا کرده. یعنی ما الان توی جهان مدرن خب باورهای اخلاقی یعنی سیستم‌های اخلاقی که داریم خیلی پیشرفت کرده، خیلی بهتره. خب همین به خاطر لیبرالیسم، به خاطر رشد فکری جامعه بشری الان جهان به این نتیجه رسیده که این نوع مجازات ها و این نوع قضاوت ها اینا عدالت نیست، اینا غیر منصفانه است و پیشرفت کردیم. و چون این نوع مجازات مثلا توی جامعه پذیرفته نیست، الان مسلمان ها هم چون تو دنیای مدرن دارن زندگی میکنن، چون لیبرالیسم داره میبره و اسلام داره شکست میخوره، مجبورن تسلیم باورهای لیبرالیسم بشن، مجبورن تسلیم باورهای عصر روشنگری اروپا بشن و دارن اسلام رو عوض میکنن که بیان بگن خب محمدی همچی کاری نمیکرد. در صورتی که مسلمان ها 2200 سال این روایت ها رو داشتن و مشکلی هم نداشتن که محمدی همچی کاری کرده و میپذیرفتن. برای همین بله مسلمان ها با این روایت ها مشکل نداشتن، البته بقیه جامعه هم مشکلی نداشته با همچی مجازاتی، جای دیگه هم این چیزا بوده، ولی خب ما الان از اینا گذشتیم، از اینا پیشرفت کردیم و داریم از اینا میگذریم. و اگه برای مسلمانای امروز عجیبه که کسی بپذیره محمدی هم چیکاری کرده، به خاطر اینکه شما مسلمان دارید تو دنیای مدرن زندگی میکنید. قبلا برای مردمی هم چیز عجیب نبود، کاملا هم قابل پذیرش بود. یکی این، یکی هم این که ببینید بازم این میگه که شما از کجا میگی که مثلا سندتون چیه؟ سند ما همون اسنادیه، داستانایی که مثبت داره میگه برای اینکه چه اتفاقی افتاده از همونجا میاد. یعنی مثبت اگه داره میاد میگه که خب محمد این کارو کرد اون کارو کرد، داره درباره دیتیلای جزئیات این داستان به ما حرف میزنه، دقیقاً همون منابعی که این داستانو اصلا اومده توصیف کرده اومده این جزئیاتو. یعنی اگه بخوای منابع رو که ما داریم ازش استفاده میکنیم و بزنی، اصلا این داستان دیگه وجود نداره تو اسلام. پس نمیتونی، یا باید همه داستان رو قبول بکنی یا باید همش رو بزنی. نمیتونی بیای بگی اون موقع محمد این کارو کرد اون کارو کرد، بعد بیای بگی که نه منابع شما قابل قبول نیست. اگه منابع ما قابل قبول نیست، اصلا این داستان رو باید کاملا بندازی دور. خب بریم جلو.
اینجا بود که اسلام غنائم رو بین اصحاب تقسیم کرد و گفته شده اینجا بود که برای اولین بار خمس غنائم رو هم برای خودش برداشت. این اموالی که به دست اومده بدون جنگ به دست اومده بوده همش مال پیامبر بوده. بعد پیامبر خودش سلام داده که حالا بین یارانش تقسیم کنه یا نکنه. سال چهارم هجرت روزی محمد مسلمون ها رو فراخوند و به اونها گفت از کنار قلعه های قبیله یهودی بنی نظیر عبور می کردم که جبرئیل بر من نازل شد و گفت که اونها قصد دارند از بالای قلعه سنگی رو روی سر من بندازند. ببینید چقدر اینجا دین چیز خطرناکه. خیلی جالبه. آره. یعنی شروع این جنگ به همین وحی بوده. متوجه شده که قراره اون رو بکشن یکی از اینا سنگ برد کنن. این فاجعه است. من نمیدونم چجوری توضیح بدم. این داستان دومی میگه آقا اینا هیچ کاری نکردن. محمد اومده گفته جبرئیل به من گفت اینا میخواستن سنگ بندازن رو سرم. به همین راحتی. مجازات دومی سر اتهامیه که محمد میزنه برای اینکه کی خدا بهش گفته. بودی بنی نظیر عبور میکردم که جبرئیل بر من نازل شد و گفت که اونها قصد دارند از بالای قلعه سنگی رو روی سر من بندازند و من بلا فاصله اون محل رو ترک کردم و به مدینه اومدم. بعد از این اتفاق پیامبر اسلام به قبیله بنی نظیر پیغام فرستاد که چون شما پیمان شکنی کردید و نقشه قتل من رو داشتید باید تا 10 روز دیگه از مدینه خارج بشید. زیادی اینو بگی که قبول نمی‌کنم. یعنی روایت‌هایی دارن که میگن این نقشه‌شون لو رفت و خود رسول فهمید. حالا جبرئیل نبوده. به هر حال بازم این مسخره است. یعنی حتی اگه نقشه هم لو رفته باشه، پیش‌داوری رفتن به این سمت که اینا رو بخواد باهاشون کار بکنه، باز هم غیر انسانیه و اصلا توجیه نمی‌کنه. باید تا 10 روز دیگه از مدینه خارج بشید. اما یهودیان تصمیم به مقاومت گرفتند و مسلمون‌ها هم به طرف اونها حرکت کرده و قلعه رو محاصره کردند. این محاصره مدت 20 روز طول کشید. میگه واقعا خیلی بی‌انصافیه. معلومه که مقاومت کردن. اینا گفتن عجب آدمیه این، عجب چه پرروه. باید مقاومت بکنن در مقابل این چیزی. آخر یهودیان بنی نظیر هم تسلیم شدند و مجبور شدند بدون هیچ اموالی از مدینه خارج بشند. و نهایتاً اموال اونها هم بین مهاجرین و انصار تقسیم شد. بچه عدالت اسلامی رو میبینید؟ آیا فهم کنید مثلا چند نفر ایمان توی این قوم هستن؟ تو قوم بنی نظیر؟ آره مثلا 100 نفر شروع میشده تو شاید حتی قبول های بزرگ 2000. بل همه این 2000 نفر تا قبول کردن زن و مرد و بچه و همه که سنگر رو بندازن رو سر محمد، همشون اینجا انداخته بیرون، اموالشون هم گرفته. آخه این چه عدالتیه؟ نام دو قبیله یهودی بنی نظیر و بنی قینقا که از مدینه تبعید شده بودند با سپاه مکه متحد شدند و یک سال بعد یعنی در سال 5 هجرت غزوه یا جنگ احزاب اتفاق افتاد. این جنگ به دلیل اینکه سپاهیان مکه تحت رهبری ابو سفیان و با کمک قبایل یهودی تبعید شده شهر مدینه را محاصره کردند، جنگ احزاب نام گرفت. اما نام معروفتر اون جنگ خندق هستش، چرا که مسلمون‌ها به پیشنهاد سلمان فارسی برای مقابله با مهاجمان خندقی در شمال و غرب مدینه کندند تا مانع ورود سپاه احزاب به مدینه بشن. البته جنگ احزاب هم بهش میگن دیگه. بعد من اصلا میخوام بگم بنی قریظه وقتی دیده این با این دوتا قبیله یهودی چیکار کرده، خب طبیعیه این بدبختم بیاد. اگرم متحد شده بود به نظرم توجیه عقلانی داره. خب ترسیده که با این یهودی‌ها این کارو بکنن، با اینا. آره. اینا میگه راست میگه. حالا به این توجه نکره بهم میگن او بنی قریظه حقش بوده برای اینکه اومدن مثلا پیمانشون رو شکوندن. دو تا قبیله داره شروع میکنه و حذف کردن قبایل یهودی. آره. اونم نه به دلایل خیلی موجه. خب آدم میترسه، معقوله، موجهه آدم بترسه این کارو. میگه بله ما یه عهدی با این محمد داشتیم ولی خب قبیله قبلی رو اومده گفته جبرئیل گفته یه قراره یه سنگ بندازه سر محمد، همشون رو اومده تعبید کرده اعمالشو گرفته. ما 3 تا قبیله بود، قبیله یک پر، قبیله 2 پر. خب ما چیکار کنیم؟ همینجوری بمونیم منتظر باشیم نوبت ما بشه؟ خب معلومه یه مقاومتی باید بکنن. این منابع رو اگه بخوای بذاری کنار، خب تمام روایت هایی که در به محمد داری رو باید بذاری کنار. برای همین گیر این عرس الان برای خیلی از مسلمان ها این عرس، چون میخوان یه قسمت هایی هست که محمد خیلی کارهای وحشی و غیر عادلانه میکنه، بعد میخوان سند رو به چالش بکشن. بعد اگه این سند رو بخوان به چالش بکشن، 90% داستانایی که درباره محمد دارن همش میره، بالای 90%ش میره. برای همین نمیدونن چیکار کنن. انجیل عیسی اینا همه داستان، یعنی قضیه که گذشته بر عیسی رو شما میتونی متوجه بشی، ولی با خوندن قرآن همه اتفاقاتی که در دوران رسول افتاده نمیتونی متوجه بشی.
بعدم اون آره مقاومت می‌خواستم بگم که هنوز نکرده بودن، فقط پیمان خودشون رو به قولی به روایتی کنار گذاشته بودن، خیانتی هم نکردن چون با چیزم هم پیمان نشدن، یعنی اولش پیمانشون با مسلمان رو کنار گذاشتن بنی قریظه، بعد اومدن که با یعنی میگن که اومدن با قریش همون احزاب متحد شدن که اونم قبول نکردن، یعنی گفتن آقا نه ولش کن ما درگیر اونم نمیشیم. قرآن بسنده باشه فقط بخواد به قرآن اتکا بکنه که اصلا هیچی از داستان، یعنی میگه خیلی از داستان محمد نداریم، تقریبا هیچی نداریم، یعنی یک دهم درصد تقریبا هیچی نداریم، ولی خب یه عده هستن مثلا چه میدونم آب فخرالدین مثلا اون میگه ما دو رکعت نمازی که دو رکعتی رو من متوجه شدم فلان مثلا یه زلچ دارم حالا به حال تفسیر میکنه. آره حالا بریم جلو. چرا که قلعه اونها در جنوب مدینه قرار داشت و تنها راه ورود به شهر بود. بنی قریظه برخلاف پیمانی که با محمد بسته بود با سپاه احزاب وارد مذاکره شد. محمد هم تعدادی نماینده برای صحبت با سران بنی قریظه فرستاد که از به نتیجه رسیدن مذاکرات بین بنی قریظه و احزاب جلوگیری کنند. میدی چی گفتم؟ تازه وارد مذاکره شدن، اینا چیزم نشده با اونا هم پیمانم نشده، فقط مذاکره کرده. یعنی پس زیر عهدشون هم نزدن، یعنی دارن بحث میکنن. خب عهد هم اگه بخوای مثلا عوض بکنی به شما میتونی عهد و یه پیمانی داشته باشی، خب بعدا اگه این پیمان عهد رو دوست نداشته باشی میتونی وارد مذاکره بشی که عوضش بکنی. پس زیرش هم نزدن، خیانتی هم نکردن هنوز. طبق نوشته های تاریخ نگارانی مثل ابن اسحاق، طبری و یا واقدی، مذاکرات نهایتاً به آره ببین طبری و ابن اسحاق اگه بخوای بذاری کنار دیگه هیچی برات نمیمونه. یعنی این ستا اصلا دیگه قولهای تاریخ نگاری متقدم اسلام هم دیگه اصلا همه ار رو اینا اومدن. یعنی اصلا یه چیز نه یعقوبی و دینوری و بلازوری و مدائنی و اینا، یعنی همه اینا رو با هم طبری روایتشون آورده. ببین این چی؟ اسحاق، طبری و یا واقدی، مذاکرات نهایتاً به نتیجه‌ای نرسید و بنی قریظه سپاه احزاب رو از طریق قلعه به شهر وارد نکرد و سپاه احزاب که راهی به داخل مدینه پیدا نکردند به فرمان ابو سفیان دست از محاصره برداشتند. اما مسلمون ها پایان این محاصره رو حاصل معجزه و دعای پیامبر اسلام دونستند. حتی حذیفه ابن الیمان ماجرا رو اینطور تعریف کرده: طوفان در اردوی مشرکان میوزید و یک وجب از آن بیرون نمیرفت. به خدای سوگند صدای سنگ ریزه ها را در بار و بنه آنان میشنیدم که در اثر باد به آنها اصابت می کرد. احمد ابن ابی یعقوب هم این ماجرا رو اینطور روایت می کنه: خدا بر مشرکان باد و تاریکی فرستاد، پس گریزان بازگشتند بی آن که به چیزی توجه کنند. یک روز بعد از پایان جنگ خندق مسلمون ها به قلعه های یهودیان حمله کردند، چرا که پیامبر اسلام اونها رو جمع کرد و ادعا کرد که جبرئیل بر اون نازل شده و گفته که جنگ همچنان ادامه داره. بابا این جبرئیل همش میاد ای کمک میکنه به این محمد هر موقع لازم داره. آره به جبرئیل از اول میگفت که میخواد سنگ بندازه، خب دیگه این همه دنگ و فنگ نداشت که بیا ببر تبعید کن و بیا رو بجنگ و این کار کن. یکی هم گفت که بوده همون یه نفر رو میفرستاد میرفت یا میزد آفرین دقیقا. چرا همون یه نفر رو نیاوردن تا این جبرئیل بده؟ چرا اینجوری کرد؟ محمد به زحمت انداخته محمد و این جبرئیل، اشتباه کرد بودن خود زیادی به زحمت افتادن. ببین جنگ احزاب بدون در واقع درگیری، در واقع میگن فقط یه 6 نفر از مثلا 3 نفر از چیز کشته شد، 3 نفر مسلمی، 6 نفر از مثلا کفار کشته، به نتیجه نرسید و رفتن. همین جنگ خندق که محاصره مدینه بود، بعد اینا رفتن، بعد محمد زره از تن در آورد که یعنی تمام شد و خدا رو شکر. بعد جبرئیل اومد گفته که تو تاریخ طبری من اینو قشنگ یادمه، حالا پیداش کنم میخوام، جبرئیل اومد گفت ما فرشتگان چه ذره از تن خودمون در نیاوردیم، محمد تو هم نباید در بیاری، باید این جنگ ادامه داره، باید چیزه میگه ها سلاح ننهاده ایم سوی بنی قریظه رو و با آنها جنگ کن. پس پیامبر ذره خواست و به تن کرد و برون شد و مسلمان هم نیز برون شدن. حالا بریم جلو. ببین کلن یه ثیمی که اینجا به نظر من داره اینه که محمد هر موقع مثلا زن یکی رو بخواد، خدا میاد جبرئیل میاد میگه واسماس، از طرف محمد میگه این واسماس، بعد انبال یک کسی هم بخواد دوباره جبرئیل میاد سراغ میاد میگه اینا خیانت کردن این واسماس. کلن جبرئیل همیشه هر موقع که محمد یه چیزی رو بخواد یه توجیه برش میاره که محمد بتونه زن یکی رو زنش بکنه، یکی رو پول برنامه برداره. یه وقتی هم پیامبر بودنم کاربردش همینه دیگه، شما با من نمیگم خدا میگه،
من نگفتم. حتی محمد وقتی از زنای خودش هم میترسید، مثلا میومد میگفت از زنو میترسی، میومد میگفت من نمیخواستم بزنمتون، خب خدا میگه باید بگه. یعنی کلا دیگه کسی با من بحث نکن. اگه من خودم ممکنه یه چیز دیگه بخوام، ولی الان شما با من مخالفت بکنی، داری با خدا مخالفت میکنی. به همین راحتی به همین پیامبر بودن کاربردش همینه. اصلا بگو از لازه بگو این کاربرد که مثلا علی بنده خود نداشت. راست میگی طرفداران علی اگه مثلا هی میومدن گفتن نه این کارو بکن کارو بکن، علی اگه میتونست مثلا یه همچین بهونه بیاره دیگه کسی باهاش نمیتونست بحث بکنه. میگه خفه شید همتون، جبرئیل اومد به من اینو گفت. تو کتاب مغازی واقدی اشاره شده که گفته مسلمانان از یهود بنی قریظه مقدار زیادی بیل و کلنگ و تیشه به امانت و آریه گرفتن. در آن هنگام یهود بنی قریظه با رسول خدا در حالت صلح بودند و آمدن قریش را خوش نمی داشتن. یعنی این یهود بنی قریظه دوست نداشتن که احزاب بیان سمت مدینه. حتی موقعی که پیامبر خبردار شده بود که اینا میخوان بیان، رو میخواسته بره خندق بکنه، از یهود بنی قریظه رفته بیل و کلنگ و تیشه و اینا کرایه کرده. ای بابا. در این حبه آخرش که جنگ احزاب نتونستن چیز کنن به اون نتیجه که پیامبر میخواد برسه، به خاطر همون که برن یه چیزایی به غنیمت بگیرن، گفتن کجا بریم که غنیمت بگیریم، بنی قریظه از همه بهتره، بریم بنی قریظه رو محاصره کنیم. یه بهونه ای تراشیدن و رفتن بنی قریظه رو محاصره کردن. ای بابا. ببین در طول تاریخ این تهمت زدن به یهودی‌ها و بعد مجازاتشون کردن یه چیزی که همیشه تکرار میشه. خب یعنی این از روم باستان میاد متاسفانه، تنها مخصوصا به خاطر اینکه یهودی‌ها خب چون یک ملتی بدون کشور بودن، یک ملت بدون زمین بودن و مجبور بودن که مهارت‌هایی رو داشته باشه برای بقای خودشون، مجبور بودن که مهارت‌هایی رو یاد بگیرن که از لحاظ اقتصادی، از لحاظ تجاری، از لحاظ سیاسی، برای همین باید توی تجارت و توی سرمایه‌داری و توی کارهای دیگه، خب مثلا توی سیاست و اینا، مهارت‌های زیادی پیدا بکنن و اینجوری تونستن با این مهارت‌هاشون به خیلی جاها ثروتمند بشن و این باعث شد که در طول تاریخ هم مردم بهشون حسادت بکنن و هم چون که چون ارتشی نیست ازشون دفاع بکنه، هر موقعی که میبینی اموال زیادی دارن میتونی بهشون یه تهمتهایی رو بزنی. یعنی کاربرد یهودی ستیزی بسیار کاربرد داره، هم ازشون استفاده میکنی موقعی که لازمه و موقعی هم که موقع پول کم داری، چون اموال زیادی تونستن جمع بکنن، چون مهارت‌های زیادی داشتن، ثروت تونستن جمع بکنن، موقعی که دیگه احساس میکنی خب ثروتشون برای تو بهتر از کسوریه که میتونن داشته باشن، از این تهمت‌هایی که به عنوان الگو تو داستان‌ها تو روایت توی جامعه رواج داره، سریع اون تهمت‌ها رو بهشون میزنی، اموالشون رو جمع می‌کنی، مثلا میتونی قتل عامشون بکنی. برای همین یهودی ستیزی انقدر تو تاریخ انقدر کاربرد داشته برای آدما. و یک کاربرد دیگه هم که داره اینه که همیشه چون مردم اینو میپذیرن که کار یهودیاست، همیشه تقصیر یهودیاست، موقعی که خودت شکست میخوری یا یه اتفاقی بدی میفته و میخوای مسئولیتشو نپذیری، جامعه خیلی راحت میپذیره که مسئولیتشو بذاری دوش یهودیا، چون این الگوی این داستانا، این روایت‌ها تو جامعه رواج داره و برای همین همیشه به یهودیا در طول تاریخ همیشه اینجوری ظلم میشده. چیزی هم اینجا که تو روایت‌های اسلامی داریم میبینید، همون استفاده از اون الگوهای داستانی است که وارد اسلام هم شده و تو اسلام هم متاسفانه نهادینه شده. و مشکل اسلام اینه که این باورایی که تو جامعه بوده و نهادینه بوده رو تبدیل وقتی به دینش میکنه، وقتی میاد به یه چیز الهی و مقدسش میکنه، مبارزه باهاش خیلی کار سختری میشه. نمیخوام بگم یهودی ستیزی مختص به اسلامه، ولی وقتی یه باورای خیلی مضری رو، خیلی مخربی رو شما مقدسش میکنید، هم شدتش افزایش پیدا میکنه متاسفانه، چون میشه حرف خدا میشه دیگه، حرف اسلام میشه، و هم مبارزه باهاش کار خیلی سختی میشه. با این حال و اوضاع این جبرئیل و محمد که از زمان خانوم بازیش تا جنگاش دن به دقیقه بر وفق مراد محمد هرچی می شده می اومده داستان مطرح می کرده، این برای تمام زمانها و تمام مکانها و تمام آدم ها صدق می کنه. این دقت بفرمایید، زندگی روزمره محمد تا ابدالدهر برای همه اقوام و زمان و مکان و آسمون و زمین صدق میکنه. که جبرئیل چی میگفته که زندگی آقا بهتر بشه، خانماش داشت مشکل میخوردن، داستان تعلیم هم که دیگه
اوکی فرست شما بفرمایید. قبل روم برمیگرده به مصر، دو تا ریشه بزرگ داره. یهودی ها به خاطر اینکه سرزمین نداشتن و وابستگی به اون سرزمین و کشور نداشتن، بلکه وابستگیشون به قوم خودشون بود، همیشه در اون کشورهای میزبان به اینها بد نگاه میشد. چرا؟ چون میگفتن که ما یک کشور داریم، یک خاک داریم، اگر این رو از دست بدیم همه چیزمون رو از دست دادیم. ولی برای یهودی ها این مهم نبود. چرا؟ چون اینها قومشون رو همه جا میتونستن داشته باشن و حالا اگر این کشور یک حاکم جدیدی هم پیدا میکرد به حال اینها فرق آنچنانی نمیکرد. به خاطر همین همیشه از سمت اهالی اون کشورها به اینها به عنوان غریبه نگاه میشد. یک چیز دیگه ای که این دلیل غریبه نگاه شدن به اینها رو افزایش میداد، نوع سبک زندگی خاصشون بود. خب چرا؟ خب به دلیل اینکه دستوراتی در این آیین وجود داره، اینها مثلا یک سری چیزها رو نمیخوردن یا یک سری رفتارهای خاصی داشتن. مثلا یکی از پایه هایی که یهودی ستیزی در مصر شروع شد چی بود؟ این بود که مصری ها دچار یک سری بیماری ها میشدن و میدیدن که یهودی ها دچار این بیماری ها نمیشن و فکر میکردن که یهودی ها دارن با اینها یک کاری میکنن. آره، یه بیسی برای روایت سازی برای یهودی یهودی ها رو مقصر دونستن در دوران باستان شروع شد و این بیس، این پایه رو، این یه روایت های اولیه بود، بیشتر از هزار سال هی به این اضافه شد و اضافه شد و اینقدر در جامعه پذیرفته شد که دیگه همه جا ازش استفاده میکردن متاسفانه. حالا بریم جلو. یه خندق، مسلمون ها به قلعه های یهودیان حمله کردند، چرا که پیامبر اسلام اونها رو جمع کرد و ادعا کرد که جبرئیل بر اون نازل شده و گفته که جنگ همچنان ادامه داره و شما باید به یهودیان بنی قریظه که خیانت کردند حمله کنید. بنی قریظه هم مثل قبیله های قبلی به داخل قلعه ها پناه بردند و در برابر تیراندازی شدید مسلمون ها مقاومت کردند. اما 25 روز بعد از محاصره یهودیان به این نتیجه رسیدند که باید تسلیم بشن. اونها ابتدا نماینده ای رو فرستادند تا به پیامبر اسلام اعلام کنه که حاضرند با همون شرایطی که بنی نظیری ها از مدینه رفتند مدینه رو ترک کنند، ولی محمد این شرط رو قبول نکرد و گفت که باید بدون هیچ شرطی تسلیم بشی. چرا؟ فرقش چیه؟ فرقش که میتونه توضیح بده که چرا این یکی باید فرق بکنه با اون دوتا قبلی؟ تسلیم بشی. در حالی که بنی قریظه چاره ای جز تسلیم شدن نداشت، امیدشون به وساطت قبیله اوس بود که در گذشته با اونها همپیمان بودند. اونها دوباره پیغامی به محمد فرستادند و گفتند ای محمد، حکمیت سعد ابن معاذ رو بپذیر. سعد ابن معاذ رئیس قبیله اوس بود که بعد از هجرت محمد به مدینه مسلمون شده بود و به تبعیت از اون تمام خاندانش مسلمون شده بودند. این داستان ساختگی به نظر میاد. برای چی ما یهودیا بیان مثلا اینو به یه مسلمان بگن که بیاد مسلمان رو بیاد قصفت؟ این قبیله اوس از پیامبر معترض شدن که پیامبر بیا با اینها رفتار چیز بکن، با همون رفتاری که با بقیه کردی اینا رو هم ما وساطت کنیم باشون، مثلا اموالشون هم گرفتیم بذار برن، همون کاری که با دیگر یهودیان کردی و باشون بکن. که رسول قبول نکرد، یعنی اولش قبول نکرد، بعد سعد بن معاذ ازشون که رئیس قبیلهشون بود که تو جنگ خندق، همین جنگ قبلی، همین که جنگی که هنوز تازه تمام شده بود اومد و این زخمی شده بود، خب این و هنوز از پاش خون می، یعنی خون ریزی داشت، گفت پیامبر این رو انتخاب کرد. اینجا روایات خیلی اشکال داره که خیلی ها میگن خب خود بنی قریظه قبول کرد که حکمیت رو بسپره به این سعد ابن معاذ دیگه، پس هرچی این گفته که بعدا میگه همه رو قتل عام میکنین، پس اینا خودشون انتخاب کردن. در حالی که اینجوری نیست. حالا تا جایی که ما میدانیم اونا خیانت جنگی کرده بودن. خدا و رسول خدا گفت به اونها شما قاضی انتخاب کنید، قاضی که خودتون قبول دارید حکم شما رو قضاوت کنند. اونا هم سعد بن معاذ رو، اونها اینا یک شخصی به نام ابی لبابه انصاری رو یا بشیر بن عبدالمنذر رو انتخاب کردن که مسلمان بود و با خانوادش همین نزد یهودیان بنی قریظه زندگی میکرد و از همپیماناشون بود. خب بنی قریظه گفتن اینو بدین به ما محمد، اینو بده به ما، ما باش مشورت کنیم، ما میخوام ببینیم این چی میگه، این که مسلمونه، یعنی میخواستن یه رابطه ای بین این که مسلمون بود یه ذره وساطت بکنه بین اینا اونا. حالا این ابی لبابه رفت پیششون و بهشون گفت اگر تسلیم بشینم بدونین که حکم پیامبر درباره شما ذبحه،
یعنی شما را خواهد کشت. آقا تصمیم گرفته شده بوده از قبل، یعنی سعد ابن معاذ اینا همه علکی بوده، این تصمیم گرفته شده، این در تاریخ طبری اومده، در واقدی اومده، در ابن اسحاق اومده، همه اینا که بعدش همین ابی لبابه اومد گفت به خدا و رسولش خیانت کردم و رفت خودش رو به مسجد بست تا گفت یا میمیرم یا باید توبه‌ام قبول بشه، که بعد مثلا توبه‌اش قبول شد. هیچ کس داره میگه پیامبر قضاوت کرده بنی قریظه رو، هیچ کس نگفته که بنی قریظه رو پیامبر قضاوت کرده باشه. پیامبر خودش انتخاب کرد سعد ابن معاذ رو، چون تو جنگ هم زخمی شده بود، این از پیش تعیین شده بود. طبق این روایتی که برات خوندم ابی لبابه میدونست که قراره اینها رو بکشن، پس این و گفت خیانت کردم این رو به اونها گفتم، پس میدونستن از قبل چه قراره. هر حتی برخی از مفاد اون پیمان نامه هایی که آقا رسول خدا با این یهودیان بسته بود، در اون مفادش مثل پیمان مدینه و مفاد یهودی و همچنین دو تا مفادش به ما رسیده دیگه، دست ما گرد توی اون مفادش هم هست که کسی اگر پیمان بشکند جان خودش و خانوادهش رو به خطر انداخته، یعنی طبق همون مفاد پیمان نامه‌ای که با اونها با یهودیان بسته بودند، اون کعب ابن سعد، کعب ابن معاذ طبق همون پیمان نامه‌ای که با اونها بسته بود به اصطلاح قضاوت کرد. این یک مطلب. مطلب دوم هم توی تورات هم هست دیگه، توی تورات هم هست که یعنی در واقع طبق قانونی که خود این یهودیان، خود این بنی قریظه بهش قائل بودند با اونها قضاوت شده. من یک مسلمانی هستم میرم دزدی میکنم، شما بیای احکام اسلام رو بر من جاری کنی، بر من ظلم و ستم کردی، این عین عدالت است. من اگر مسلمان باشم شما بیای حدود اسلام رو بر من جاری کنی، قانون اسلام رو بر من جاری کنی، این عین عدالت است. و اونجا هم با خود بنی قریظه طبق قانونی با اونها برخورد شده که خود بنی قریظه بهشون قائل بودن. در تورات هم هست، خواستید اینو من پیدا میکنم برات میخونم اینجا. بله خب اوکی، اینو خوندیم. آره من یه تیکه ای رو از تاریخ طبری باید بخونم اینجا که از ابن اسحاق روایت میشه. پیامبر گفت ای مردم اوس، آیا رضایت نمیدهید که یکی از شما درباره آنها حکم کند؟ گفتند آری. پیامبر گفت حکمیت را به سعد ابن معاذ وامی گذارم. اومدن این قضاوت رو پذیرفتن دیگه، گفتن هر چی که این سعد ابن معاذ بگه رو میپذیریم. پس ولی مثل که این بر اساس روایت خودشون نیست، این برای اینکه توجیه، یعنی جالبیش به اینه که حتی مسلمانای امروزی کاملا براشون واضحه که یه همچین کاری که محمد کرده بر اساس خود روایت مسلمانان چه جنایت بزرگیه، برای همین باید این داستانا رو یه مقدار عوض بکنن، چون حتی بر اساس معیار اخلاقی مسلمان‌ها هم کلا اسلام تعطیله، یعنی اسلام وحشت، اسلام یک جنایته، اسلام داره آدمکشی رو، نسل‌کشی رو اینجا داره توجیه میکنه. مسلمان‌ها باورهاشون از لحاظ اخلاقی به نظر میرسه از اسلام جلوترن، برای همین دارن سعی میکنن بیان اینا رو عوض کردن، این داستانا رو. حالا داستان واقعیش الان ایوان برامون گفته و بیا بگیم اینا خودشون انتخاب کردن، مثلا اومدن سعد ابن معاذ و اصلا میگم شما دارید در نسل‌کشی صحبت میکنی، زن ما و بچه‌ما منو دستگیر کردن، بعد بیام بگم که از من بپرسن که آرمین تو قضاوت این شخص رو قبول میکنی که الان چه کار بکنیم باید بخاطر این جرمی که انجام دادی، من بگم اوکی باش من قضاوت اینو قبول میکنم، بعد طرف بیاد بگه که خب اینو آرمینو و زن و بچه‌شو بسوزونید، آتیش بزنید، بکشیدش، با آتیش بکشیدش. بعد بگیم که اوکی الان این موجه، چون آرمین خودش گفت که اینو قبول میکنیم، الان سوزوندن آرمین و خانواده‌اش یا حتی فقط خود آرمین. اول اینکه چه اتفاقی که نیافتاده شما داری میگی و بعد می‌خوای بر حسب اونی که داری میگی و نیافتاده پس از جلو بری. لازم من می‌خوام یه کمکی بهت بکنم. من می‌خوام یه کمکی بهت بکنم. من پیش فرض تورم اوکی می‌گیرم. پیش فرض تو رو درست میگیرم، میگم سعد ابن معاذ اصلا، من میخواستم بگم تو علتش رو بگید، به چه علتی اون برخی رو کشته اند؟ واقعی هم تو کتابش آورده، یعنی همه اشاره کردن در جنگ احزاب سران بنی قریظه هیچ تقصیری نداشتن. همین سران بنی نظیر مایکل جان قبول داری که رفتن پیش بنی قریظه و به اونا چی گفته؟ اینکه تست نقشی نداشتن، نقششون این بود که اول رد کردن درخواست این سران بنی نظیر رو برای اینکه مثلا پیمانشون رو بشکنن، ولی به خاطر اصراری که کرد، اون اسمش یادم رفت، قبول کردن. وقتی قبول کردن اینم میشه مشارکت دیگه، اولین شکستن پیمانه، درسته؟ توی کتاب واقعی اومده که
بنی قریظه اکراه داشتن که یعنی اینو توی خونه هاشون راه نمیدادن. و ابن اخره رفته پیش کعب ابن اسد چون اون بزرگ بنی قریظه بوده، رفته پیشش گفته ما میخوایم یه همچین اتحادی رو شکل بدیم، بیایم با محمد جنگ کنیم. بعد کعب ابن اسد اونجا بازم دوست نداشته که اون صلحی که با محمد داشته رو بشکنه. هوای ابن اخره که از بنی نظیر بوده اومده اون کاغذی که مال صلح محمد و بنی قریظه بوده اونو گرفته پاره کرده، بعد اومده بیرون از خونه، اونجا به بقیه اهالی بنی قریظه هم بهشون گفته، یعنی اون آشکارا اینو برای همشون آشکار کرده بوده. ولی توی کتاب مغازی واقعی آورده که اون کسی که اومده این صلح پاره کرده اونم از بنی نظیر بوده، بازم اینجا بنی قریظه نقشی نداشتن. بسام ازشون بپرسم که این کعب ابن اسد توی تاریخ نیومده که وقتی مسلمان ها رفتن در قلعه ازش پرسیدن که شما پیمان ما رو زیر پا گذاشتین یا نه. کعب ابن اسد آقای مبارک شما توی تاریخ ندیدین چه واکنشی داشته وقتی میگین که هیچی نگفته؟ الان ما ازت براتون میگم، کعب ابن اسد رئیس بنی قریظه وقتی مسلمان ها میرن ازش درباره پیمان میپرسن این حرف رو میزنه، فارسیش رو میخونم، میگه من آن پیمان را چنان قطع کردم که این بند را پاره کردم. منظورش بند کفشش بوده. حالا سند این صحبت من مغازی صفحه 458. اتحادشون رو شکستن باید بری قتل عامشون بکنی؟ نه بحثمون اصلا قتل عام نیست، من نمیخوام به اونجا فعلا بپردازم. تو گفتی کار نکردم، من میگم ببینید اینا این اتفاق افتاد، قریشی‌ها برگشتن، مسلمان‌ها رفتن، ازشون پرسیدم دو بار پیامبر فرستادن که آقا شما پیمان خودتون رو نقض کردی؟ اینا گفتن بله، من رئیسشون گفت مثل بند کفش این پیمان رو پاره کردم. کلا بحث بنی قریظه خیلی اولش یعنی شروع و علت جنگ و درگیری باشون اصلا خیلی راحت دوستان رد شدن. به نظر من خیلی دوست دارم به اون آخرش و کشت و کشتار درستان. اصلا شرایط جنگی و اگه بگیم بهتره، اینکه تو چه شرایطی اینا خیانت کردن یا همون پیمانشون رو زیر پا گذاشتن. اگه دوستانی که اونجا خیانت یعنی که بری با دشمنش بسازی، اینا کاری نکردن، اینا با دشمن متحد نشدن. نه چی قبول کردن توی تاریخ شما خوندین یا نه؟ ایوان میگه خودشون قبول کردن که خیانت کردن. شما که تاریخ خوندی در نهایت این کعب ابن اسد قبول کرد که با این وای ابن اختب و قریشی هم پیمان بشه یا نه؟ سوالم اوکی ببینیم ما که جواب بده بعد بریم جلو. بفرمایید. فرستاده محمد که اومد پیش کعب ابن اسد، کعب ابن اسد گفت ما با محمد هیچ پیمانی نداریم. اینو بله توی کتاب مغازه اومده که قبول کرد. حالا من این سوال دارم، حالا این پیمان شکنیه که بنی قریظه کرده، مسلمین چه ضرری از این پیمان شکنی دیدن؟ کل جان ضررش این بود که اومده بودن میخواستن برن حمله کنن و همه قبایل رو متحد کرده بودن، اینا این کاری که اینا کردن یعنی از داخل شهر با دشمن پیامبر هم پیمان شد. قریش اینا رو محاصره کرده بود، اینا چون هم پیمان رسول بودن ترسیدن که بگیرن اینا رو اعدام بکنن، این قریش چون هم پیمان رسول بودن گفتن ما با هیچ کیش پیمانی نداریم، آقا ما مستقلیم، ما با کسی کاری نداریم، برای که وقت نگیرن اینا رو اعدام، چون محاصره شده بود احتمالاً می‌خواستن بگیرن مسلمین اگر که شکست می‌خوردن همه کشته می‌شد. همین میگه یهود بنی قریظه دوست نداشته که خوش نداشتن که احزاب بیان با مدینه با پیامبر جنگ کنن. هیچ کدوم از یهودیا دوست نداشتن، برای که هر وقتی به این مسلمین اومده بودن مکه همش جنگ رو می‌خوردن، کاروان رو نمی‌دونم، قاره بدر رو نمی‌دونم، شهر جنگی کرده بودن، اینا تاجر بودن، بعضیشون خراب بود، حتی اگر پیمانی هم میکردن با چیز دیگه حق داشتن. یعنی اینگار برای اینا هم عره بوده، برای یهودی هم میگفتن عجب بدبختی، اینجا همیشه ثبات بوده، ما یه تجاری هم خودشون به فنا نرن، هم این که نمیخواستن مسلمینی که به اینا بدهکارن اونا مثلا برن کشته بشن، چون اگه یکی از این بدهکارانشون کشته میشدن دیگه پولشون هدر میرفت، دیگه نمیتونستن پولشون رو برن بگیرن. ببین من میگم تجارت باعث صلح و ثبات میشه، همینه، شما وقتی که مردم بیشتر با هم تجارت میکنن به نفع منفعت شخصی خودت هم میشه که تو جامعه صلح و ثبات را بندازی. مثبت شما بگو.
من این تورات صفر تثنیه باب 20 رو که به شما قول دادم اینو من پیدا کردم خوشبختانه. یه دقیقه هم نمیکشه بخونم. چون به شهری نزدیک آیی تا با آنها جنگ نمایی، آنان را به صلح ندا بکن و اگر تو را جواب صلح بدهند دروازه ها را برای تو بگشایند، آنگاه تمامی قومی که در آن یافت شوند به تو جزیه دهند و تو را خدمت نمایند، و اگر با تو صلح نکرده با تو جنگ نمایند، پس آنها را محاصره کن و چون یهوه خدایت آن را به دست تو بسپارد جمیع ذکورانش را از دم شمشیر بگذران، لیکن زنان و اطفال و بهایم و آنچه در شهر یعنی تمام غنیمتش را برای خود به تاراج ببر. این از روی تورات صفر تثنیه باب 20. من اونجا گفتم که درخواست صلح کرد پیامبر قبول نکرد. میگی درخواست صلح نکردن، ولی درخواست صلح کردن اینا. درخواست صلح رو کی باید بکنه؟ بنی قریظه. نه کجا درخواست صلح؟ درخواست صلح در اول اول بحثه. اونا جنگ کرده بودن. فرض کن آقا رسول خدا به اونها حمله میکرد، اونها میومدن به اینها به آقا رسول خدا مسلط میشدند. خب اونها چیکار میکردن با مسلمان؟ هم اونها اگر تسلط پیدا میکردن بر مسلمانان، همین حکم رو بر مسلمانان جاری میکردن. قضیه برعکس شد، همون حکمی که خودشون قائل هستند قانون خودشون بر خودشون جاری شد. و طبق سوره احزاب هم من دقیق آیاتش نمیدونم، اونجا نوشته که برخی از آنها را میکشتید در رابطه باش هم نزولش همون جنگ با یهود. این یکی از تهمتایی است که همیشه آقا هم آرمین همونجا گفت که بحث نسل کشی و فلان، هیچ کسی اینو نمیگه که آقا برخی رو کشتن اون برخی دیگر رو نکشتن، اون برخی چیکار کرده بودن. حالا کلا پاسخی که من میتونم بدم به شما این است که طبق قانونی که خود بنی قریظه قبول داشته است با اونها برخورد شده و این عین عدالت است. حالا شما بخوای در فضای عادی نشستی احکام جنگ است. فرض کنید آقا رسول خدا اونها رو نمیکشت، از آقا آزادش میکرد، در روز بعد دوباره جنگ میشد، اونها میومدن مسلمانان رو میکشتند. آقا خوب کاری کردیم، خوب به حق است، خوب دم محمد گرم کشته. خوبه آکل گفت که اینا چیکار کردن. الان بذاریم من یه متن تاریخی خیلی سریع بگم اینکه اینا چیکار کردن. میگه به گزارش واقعی یهودیان برای اعراب و ترساندن مسلمین ابتدا یک گروه 10 نفری از مردان دلیر خود را برمی‌گزینند. این دسته تا نزدیک بقی پیش می‌آیند، ولی با عده‌ای از مسلمانان روبرو می‌شوند و پس از ساعتی درگیری و تیراندازی باز می‌گردند. سند این صحبت من مرغازی جلد 1458 ابن شام جلد 2 222. باکل پس طبق این سندی که من خوندم این بنی قریظه‌ها چند نفرم فرستادن و با مسلمین هم درگیر شدن. متن تاریخی که سندش هم دادم. چه اینه که مسلمونا وقتی دارن سعی می‌کنن از این اسلامشون دفاع بکنن، خودشون دارن اسلامو می‌زنن. چون حتی اگه همه حرفاشون هم درست باشه، این ورژن اسلامی هم که دارن با ما معرفی میکنن، این خودش هم افتضاحه. یعنی اگه اسلامی رو که الان ما داریم برداشت میکنیم از لحاظ شر بودنش خب 100 باشه، اینا دارن یه چیزی رو به ما معرفی میکنن که هنوزم شره، ولی در حد مثلا 90ه، ولی شره هنوزم. ببین الان چی مثلا توجیه چیه؟ خودشون انتخاب کردن. ولی فرض کنین خودشون انتخاب کردن، شما دارید نسل کشی میکنی، اصلا توجیهی برای این وجود نداره. غلط کردن، خودشون انتخاب کردن، بیخود کردن. از خودشون هم اصلا بیان التماس بکنن. فرض کن که اصلا اینا قاضی رو انتخاب نکردن، بدون قاضی اومدن دارن التماس میکنن به محمد، محمد ما رو بکش، اصلا ما غلط کردیم، ما اصلا ما شریم، ما به تو خیانت کردیم، حق ما هست که تو ما رو بکشی، باید تک تکمون رو باید سرمون رو بزنی. حتی اگه این کارم میکردن هنوزم جنایت سرشون رو بزنی. من الان خودم این روز بیام به شما بگم آقا جان من یک مجرمم، من آرمین نوابی یک جنایتکارم، من خودم تشخیص میدم که من رو باید اعدام کنید، شما غلط کردید من رو اعدام بکنید، حتی من اگه خودم بگم این جنایته. بعد میگی طبق قانون خودشون، این طبق قانون خودشون بوده. میگه اگه با یک کسی این قانون خودشون رفتار بکنی، این این عدالت، خود عدالت اصلا تعریف عدالته. اینم مزخرفه، چی دارید میگید شما؟ قانون شما عقب افتاده هم باشه، ما یعنی چی؟ ما باید بر اساس بهترین روش ها، بهترین قانون ها، بهترین، یه کسی اگه بگه که من با دشمنانم شکنجه میکنم، اگه بگه این قانون منه، ما باید شکنجهش بکنیم؟ نه. خوبه که ما تو دنیای مدرنی داریم زندگی میکنیم که میدونیم که همچنین اصلا این معروف ترین مغلطه است. اصلا این خیلی مسخره است آرمین. مگه رسول نیومده قوانین جدید بیاره؟ با قانون خودشون باشون رفتار میکنی؟ یعنی چی؟ قانون مسلمان ها عقب افتاده بوده، هم قانون یهودی ها عقب افتاده بوده. چه بر اساس قوانین یهودی عمل بکنی؟ میگم شما عقب افتاده ای، شما وحشی هستی، شما یه جنایتکاری. چه بر اساس قوانین مسلمان رفتار بکنی؟
حتی اگه قانون خودشون هم باشه. فرض کنیم خیانت کرده. مجازات یه همچین جرمی نمیتونه نسل‌کشی باشه. نمیشه این همه این همه یهودی کشتن باشه. اینجا مجازات با جرم تناسب نداره. اصلا هیچ جرمی یه همچین مجازاتی رو توجیه نمیکنه. این همه آدمو سر زدن، هیچ کاری نمیتونستن اینا کرده باشن که یه همچین مجازاتی رو توجیه بکنه. بعدم حالا فرض بکنیم که مثلا سر زدنم یه مجازات قابل پذیرشی باشه در شرایطی. مگه فقط اون آدمایی رو که اومدن نقش داشتن اینا اومدن اعدام کردن؟ ببین چه جوری تعمیم به کل میدن؟ به این میگن collective punishment. یعنی باز هم حتی همه اینا رو هم بپذیریم، وقتی که شما میای یه قومی رو اینجوری مجازات میکنی، یعنی مردا رو سرشون رو میبری، مردا و پسر بچه‌هایی که حالا شلوارشو کشیدن پایین ببینن مو دارن یا مو ندارن، اگه مو دارن مرد حساب میشن، اونا رو هم زدن کشتن. بعد بچه‌ها رو میفروشن، حالا به اینا میرسیم، زن و بچه‌ها رو میفروشن. یعنی به این میگن همه قوم رو داری مجازات میکنی به خاطر که کاری که بعضیشون کرده. باز هم یه فرض دیگه میکنیم، اینم موجهه که جمع collective punishment، مجازات جمعی برای همه اعضای قوم به خاطر که کاری که بعضیشون کرده. اینا مگه اینا اسیر نبودن؟ به ما میگفتن که اسلام اسرا رو نمیکشه، اینا دیگه تو جنگ نیستن، اینا اسیرن. اصلا شما چجوری تو دنیای مدرن میخوای کشتن اسیر رو بعد توجیه بکنی؟ مسخره است واقعا. بگو مثبت. اگر ما به مجرم، اگر با به جانی خشونت نکنیم، خشونت حذف نمی‌شود. خشونت از این جانی جنایتکار انتقال پیدا می‌کند به بیگناه، انتقال پیدا می‌کند به مسلمانان. امر بین دو قضیه است، که الا حق است ما به جانی جنایتکاری خشونت کنیم و او را، یا نه به او خشونت نکنیم. در جایی که باید خشونت روا کنیم، خشونت نکنیم، ترحم کنیم، خشونت از اون جانی جنایتکار انتقال پیدا می‌کند به چی؟ به بیگناه. این یک مطلب. دوما شما اخبار جنگ است، رفتی توی اخبار جنگ زمان شمشیر میای اخبار جنگو میخونی، خب توقع چی داریم؟ خب اونجا اخبار عروضی نمیخونی که، اخبار جنگه. معلومه که خب خشونت هست در جنگ، خب میکشن، اگر نکشی اونها میکشتن. الان شما به چه قانونی قائل هستی؟ هر قانونی که قائل هستی من با شما برخورد کنم، من به شما ظلم و ستم کردم؟ این عین عدالت هست. شما یک مسیحی بگیری به زور، الان خود شما الان آتیست هستی، شما رو بگیریم الان اسلام رو به زور به شما جاری کنیم، شما ظلم و ستم نکردیم؟ باید با هر مردمانی طبق قانونی که خودشون قائل هستند و در تهش زندگی میکنند با اونها به شبه برخورد کنیم. شما میخواید ضعفی رو به مسلمانان تحمیل کنی که های اینا اصلا حق کشتن نداشته باشه، حق مقابله به مصر نداشته باشه. چون خود باشی چنین ضعفایی رو میپذیری؟ از پشت حمله کردن، با دشمن توانی کردن، به اونها ملحق شدن. اسیر حکم اسیر گفتم دیگه، خونه خودشون قاضی انتخاب کردن، که قاضی هم طبق قانونی که خودشون بهش قبول دارن پایبند بودن با اونها حکم میارده. ببین مصفت، این عالیه. ما میخوام ببینیم که مخاطب متوجه بشه که مسلمون از چجوری با باورهای اسلامیش داره از نسل‌کشی یهودی‌ها دفاع میکنه. وقتی ما داریم میگیم که اسلام با مغز انسان چی کار میکنه، شما بیاید بگی میگه او چون عین قانونشونه. وقتی اسیر جنگیه، وقتی که اسیر هستن اسلحه هم به دست ندارن، شما دارید میاد برای ما توجیه میکنید که چرا نسل‌کشی یهودیا موجه هست. ما دیگه خیلی لازم نیست علیه اسلام صحبت بکنیم، ما فقط باید بذاریم شما بیشتر حرف بزنیم. شما فقط باید بیاید اینجا به ما از اسلامتون دفاع بکنین. من به نظرم مخاطب متوجه میشه که اسلام چه تأثیری روی نتیجه گیری مردم میکنه. اگه میخواهید بیاید با من صحبت بکنین توی برنامه، یه لینک زیر همین ویدیو هست به اسم درخواست صحبت با آرمین نوابی، که میتونین از این لینک استفاده بکنین که بیاین یه روز و ساعت رو مشخص بکنیم که با هم در یک برنامه صحبت بکنیم. کاملا دوستانه و بدون توهین و بدون پرخاش میتونیم یک برنامه دوستانه با هم داشته باشیم. شما قبل از برنامه فقط حساسیت‌های خودتون رو به من بگید و من حتما در طول برنامه رعایت می‌کنم. اگه برنامه‌های دیگه منم دیده باشین که با مسلمونا مناظره دارم، می‌بینی که همه شرایطی رو که اونها از من می‌خواستن قبل از برنامه پذیرفتم و باهاشون همونجوری صحبت کردم که براشون تو برنامه راحت بود. کلاً توی برنامه من کاری انجام میدم که شما احساس راحتی بکنید، احساس آرامش بکنید. و در طول برنامه هم اگه حرفی زدم که اذیتتون میکرد یا اینکه نفع برنامه جوری بود که شما راضی نبودید، حتما اگه اینو به من بگید، من سعی میکنم که نفع صحبتم عوض بکنم که شما در طول برنامه اذیت نشید. و برای من اگه کسی هستی که دوست دارید بیاید با من مناظره انجام بدید، از این لینک که زیر ویدیو هست استفاده کنید و بیاین با هم یه بحث جالبی رو داشته باشیم. ممنون فعلا. ایوان بگو. شخص برای چه تسلیم می شود و اسیر می شود؟ اگر قرار باشه اون رو بکشی برای چی اسیر بشود؟ خب می جنگد تا کشته شود. اسیر وقتی می شود که
به مرحمت و لطف شما و عنایت شما یک امیدی داشته باشن که یا ببخشیشون یا اسیرشون بگیری، حداقل جانشون رو نگیری، یعنی نقطه اکستریم که گرفتن جان یک شخص است و اتفاق نیفته، برای این اسیر میشن. اگه قرار باشه بکشی که اصلا قانون انسانیت و غیر انسانیت و تمام جنگ ها بعدم داشتیم، بعد زمان اتفاق خیلی زیاد داشتیم که در همون زمان رسول تو همون قوم های تارک الفکر عربستان سعودی اون زمان هم داشتیم که اسیر میشد در هم نمیکشتنش. فرش بفرمایید. اگر جناب مثبت تشریف ببرن هند، هندی ها به خاطر کاری که نادر در هند کرد میتونن مثلا مثبت رو مثلا اعدام کنن، درسته؟ باید اینم بپذیری. ولی یادش میره که پیامبرش علمی لدنی داره، بقیه اشتباه کردن، پیامبر شما که بهتر میدونه باید میگفت نکنن این کارو، اسیر رو نکش. یادت رفت پیامبرت علمی لدنی داره دیگه، چرا پیامبرت که علمی لدنی داره همچین کاری نکرد؟ باشه، فرض کن میگه علم لدنی داره نکرد، از کجا میدونه پیامبر اون کارو میکرد؟ میبخشید و چون علم لدنی داشت چیزی نگفت، گفت اشکال نداره بذار بکشه، چون علم لدنی داشت میدونست اگر اونها رو میبخشید 10 روز دیگه اونها حمله میکردن، انتحاری میزدن به مسلمانان، اونها همین بلا رو سر مسلمانان میاد، از کجا میدونه این رو؟ اوکی. دیگه اهالی اوس هم از محمد خواستند که به خاطر اونها از بنی قریظه بگذره و حکمیت سعد بن معاذ رو قبول کنه. در نهایت محمد با این خواسته موافقت کرد و دستور داد سعد رو که در جنگ خندق به شدت زخمی شده بود و قادر به راه رفتن نبود رو به کنار قلعه آوردند. سعد ابن معاذ از هر دو طرف خواست تا توافق نامه ای رو امضا کنند که بنابر اون قول بدند که پذیرای قضاوت اون باشند. بعد از این توافق نامه اهالی بنی قریظه تسلیم شدند و از قلعه ها خارج شده و به اسارت مسلمون ها در اومدند. خیلی جالبه، هیچ چاره دیگه نداشتن. از رأی رو این طور مسلمون ها در اومدند. بعد از این اتفاق سعد ابن معاذ رأی رو این طور داد که تمام مردان بنی قریظه باید اعدام بشند و زنان و فرزندان اونها به عنوان اسیر جنگی به بردگی مسلمون ها در بیان و دارایی و املاک و حیوانات اونها به مهاجرین مسلمون داده بشه، چرا که انصار از قبل دارای املاک تو مدینه بودند. و در آخر هم اضافه کرد که باید خمس تمام این غنائم به رسول خدا تعلق بگیره. بعد از این حکم پیامبر اسلام گفت سعد ابن معاذ، همانا تو حکمی کردی که خداوند هم در آسمان به آن امر کرده بود و حکم تو مطابق حکم خداوند است. روز بعد محمد به مسلمون ها امر کرد تا در بازار مدینه گودال های بزرگی رو حفر کنند و بعد به علی ابن ابی طالب دستور داد که تمامی مردان و حتی نوجوانهایی که موی زهار یا همون موی اندام تناسلی اونها رشد کرده رو در کنار اون گودالها گردن بزنند. ببین چه صحنه کثیفیه. معیار رو نگاه کن، اصلا مهم نیست رو تو جنگ بوده نبوده چی بوده، این موی در اومده بزنی گردن شد نیومده اصلا مهم نیست، کسی هم نکوشته باشه مهم نیست، بزن. ایوان این عین عدالته، ببین عین عدالته. خب عدالت اسلامی یعنی چی؟ یعنی پش بری تو حالت تناسلیت و سرتو باید بزنن. ببین چند تا بچه بودن اینا، این نوجوانا چند تا بودن؟ بکنی این همه یهودی اونجا هستن، مسلمان ها اینا رو گرفتن، بعد دارن شلوار اینا رو بچه ها رو دارن میکشن پایین که حالت تناسلیش رو نگاه بکنن ببینن مو داره یا مو نداره که سرشو بزنن یا نزنن. نمیدونم این اگه شر نیست، این اگه فاجعه نیست، اصلا شما به چی میتونین بگین شر؟ اصلا یه همچین حادثه رو تو ذهنتون اگه تصور بکنین، این میگید اخلاقا، خب من میخوام شر باشم، من میخوام یه آدم غیر اخلاقی باشم، میگم بدون دین آدم بی بندوبار رو اینا میشه. بعد طبری از ابن اسحاق نقل میکنه که شمار یهودیان که گردنشون زدن 600 یا 700 بود و اون که بیشتر گوین 800 تا 900 گوین و همچنان گردن یهودیان را زدن تا کارشان پایان یافت. بعد حالا یه زن جلوتر، یه زن هم کشتن که عایشه نقل میکنه، یه یک زن از بنی قریظه که کشته شد پیش من بود و سخن میکرد و میخندید و پیامبر در بازار مردان بنی قریظه را میکشت، مردان بنی قریظه را میکشت و چون نام او را بگفتند گفت به خدا منم. گفتم چه کارت دارن؟ یعنی عایشه گفت میخوان مرا بکشن. گفتم چرا؟ گفت برای کاری که کردم. حالا یکی این تو جنگ کشته بودیم بنده خدا، من نمیفهمم شما سرباز اگه توی جنگ یک سرباز دیگر میکشه بعد از اینکه جنگ تموم شد بعد بیان اون سرباز رو قصاص کنن اعدامش کنن؟ جنایت جنگیه این. ایزه
که اسیر رو بگیری بکشی. اون زنی که ایوان الان گفت، من یه جا خونده بودم سنگ زده بوده از بالای قلعه بنی قریظه، سنگ زده بوده، کسی رو نکشته بوده. بخاطر همین گفتن چون این مشارکت داشته اینم بعدم بزنید. بعضی که علی بن ابی طالب بهش دستور دادن گفتم برو گردن بزن، بعد آقا رسول الله گفته که نه، علی دستش خسته میشه، به زبیر هم بگید بره کمکش کنه. زبیر و علی دو نفری بودن که رفتن 700 تا 900 نفر رو گردن زدن وسط بازار مدینه. آره اینم شنیدم، نگران تو این همه خون ریزی و حمام خون، نگران خسته شدن دست علی بودن برای زدن سر این یهودی ها. چقدر اینا مهربونن. بگو مثبت. من گفتم ببین اصلا در اسلام، حکم اسلام هیچ وقت این نیست که شما اسیر رو بکشی. اسیر رو یا برده میکنی یا کنیز غلام میشود و به اصطلاح فروخته میشود و در خانه های مردم، یا هم که فدیه گرفته میشود و آزاد میشود، یا هم که اسیر عوض به در میشود. حکم اسیر در اسلام این است. این قانونی که به اصطلاح با بنی قریظه برخورد شده، من گفتم طبق قانونی که خود بنی قریظه بهش قائل بودند و پایبند بودند، طبق قاضی که خود بنی قریظه انتخاب کردند، حکم برای اونها جاری شده. این قانون اسلام نیست. در قرآن آیه تصریح دارد که احکام مربوط به اسیرها در اسلام اون است. شما 100 تا روایت هم بیاری، اگر بخوای از اون برداشت کنی که حکم اسیر کشی، نمیتواند. با 100 تا روایت هم اگر بیاری، نمیتواند در برابر قرآن مقاومت کند. روایت است که به اصطلاح در برابر قرآن ساقط میشود. حکم اسیر کشی، حکم اسیر در اسلام این است که یا بیاید به اصطلاح فدیه بگیرید، فدیه بگیرید اونها رو آزاد کنید، نه عوض به در کنید. شما 200 اسیر اونها گرفتن، 200 اسیر ما گرفتیم، اسیرها رو عوض به در. نه این کارم نمی کنید، بیاید یک منتی سر اونها بذارید، اونها رو در راه خدا آزاد کنید. احکام اسلام در رابطه با اسیر جنگی اون است. اسیر کشی که حالا اگر هم شده باشد طبق اون روایت، برخی روایات در جنگ بنی قریظه، اون هم من پاسخی که من فر بداه به ذهنم میرسید این بود که طبق قانونی که خود بنی قریظه بهش قائل بودن و طبق قاضی که خود اونها انتخاب کرده بودن، به اصطلاح حکم اجرا شده است. وایسا طبق همون روایت، مگه خود پیامبر نگفت حکم خدا رو کردی سر؟ یعنی خدا رو هم همون حکم کرده بود دیگه، پس حکم خدا و رسولش بود. چیزی که بریم بهتون نشون میدیم قسمتی از اسلامه که اگه این اسناد رو انکار بکنین، دوباره میگم 90% اسلام میپره، هیچ روایتی هم از زندگی محمد نخواهیم داشت. ولی حتی اگه واقعا این حرفشون درست باشه، میاد میگه که ببین اسیر جنگی رو نباید کشت طبق اسلام، اسیر جنگی رو باید غلام کرد، کنیز کرد، فروخت. اوکی مرسی از این دفاع. واقعا نمیدونم خودتون دارید اسلامو اینجوری برام میذارید اینجا. اوکی باشه، پس شما نمیکشید اسیر جنگی رو، ولی برداشت میکنید و تو بازار میفروشید. من یادمه که طالبان وقتی که توی خود افغانستان بود، ولی یک سری بچه‌های مدرسه رو که رفتن اونجا گرفتن، این بچه‌های مدرسه تو مدرسه کشتن. یکی از دوستای خودمون که داشت مناظره داشت، توی مقاله‌ام دربارش نوشت، خب دوست من اینو توی هافینگتون پست هم چاپش کردن، ازشون پرسید چرا اینا رو کشتید. اونا قشنگ اون توضیح دادن که ما شلوارشون رو کشیدیم پایین، رو آلت تناسلیشون مو دارن و طبق روایت ما اونا رو زدیم کشتیم. پس ببینید این باورها امروز هم تاثیرش رو هنوز داره میذاره. ولی به نظرم این کاری که با اسرای بنی قریظه کردن طبق آیه 34 سوره مائده بود که هفته پیش هم ما برنامهش کردیم که گفته بود تمر رو بکشید. اوکی بفرمایید، خواهش میکنم. خیلی عجیب اونجایی که یه نفر پاشو گذاشت، میشد نتیجه گرفت که بریم با کل یهودیا بجنگیم، ولی اینجایی که بحث اسلام میشه، بحث یک شخصه، بحث اسلام نیست. این چه بعد خب اونجا میتونستن برداشت بکنن که اون یک نفر غرض داشته، نمیدونم قصد داشته، چرا به کل یهودیا حمله کردن؟ خب مثلا اونا میتونسته اون یک نفر رو بیان تحویل بدن که به دیگران هم تامین پیدا نکنه. یه موقع هست یه کسی یه خطایی میکنه، اینا حمله میکردن، یه موقع هست یه کسی یه کار خطایی میکنه، یه عده زیادی هم میان پشت اون یه نفر خطاکار وای میسن، ما فقط با اون یک نفر میجنگیم. 10 نفر هم بیاد به کمک اون، خب اونا با اونها هم طبعا میجنگیم. هر کی بیاد جلو میکشه. اوکی نه اوکیه، بهرول بگو. ببینید یک سری آدم 10,000 نفر تو بیرون شهر مدینه هستن، میخوان حمله کنن به پیامبر. یه عده داخل شهر هستن به همون بنی قریظه ای، اینا خیانت میکنن. طبق سندی که دادم 10 نفر هم میفرستن با مسلمان ها درگیر میشن.
این یهودی‌ها پیمان بسته بودن که اگر کسی خیانت کرد خونش به هدر میره. حالا نکته اینه که بعد از اینکه جنگ تموم میشه قریشی ها میرن، این یهودی ها میمونن، پیامبر میره پیش اینا. طبق تاریخ اینا بعد از اینکه جنگ تموم شده، یعنی اونا رفتن پیامبر رفته سمتشون، بازم مثلا پشیمون نیستن از کارشون، اتفاقا با مسلمان ها مثلا شروع میکنن به پشت دادن. بعد این همه این صحنه ها رو سرهم بکنیم بعد به اونو بپردازیم بهتره، به جای اینکه مثلا فقط به یهودی ها رو فوش دادن. نه راست میگه، ببخشید نمیدونستم که فوش دادن به مسلمان ها. اوکی این همه چی رو عوض میکنه. همه اول به من میگفتی که خب به مسلمان ها فوش دادن، من این همه سر این نسل کشی رو توجیه میکنه. مرسی این اطلاعات رو اضافه کردید به ما. بریم بقیه برنامه. نوجوان هایی که موی زهار یا همون موی اندام تناسلی اونها رشد کرده رو در کنار اون گودال ها گردن بزنند. طبق نوشته های شیخ مفید در کتاب ارشاد، تمام اسیران مرد به همراه یک اسیر زن که از بالای قلعه با پرتاب سنگ مسلمونی رو به قتل رسونده بود، به دست علی ابن ابی طالب و زبیر ابن عوام و چند نفر از اصحاب پیامبر گردن زده شدند. بعد از این اتفاق بود که دیگه هیچ قبیله یهودی در مدینه قدرت نداشت و از ثروتی که مسلمون‌ها از این قبایل به غنیمت گرفته بودند به قدرت زیادی رسیدند و مدینه رو کاملا تحت اختیار خودشون درآوردند. شما وقتی قدرت نظامی در دستته و وقتی ضعف اقتصادی داری و یک سری قبیله‌های یهودی بغل دست شما هستن که کلی ثروت و اموال دارن، خیلی طبیعیه که توی همچین شرایطی یه قوم مسلمان عقب افتاده ای دنبال بهونه خواهد گشت که بتونه این اموال ازشون بگیره که قدرتمند بشن. خب اینا می اومدن اموال بقیه هم قبلا میرفتن غارت میکردن، خب این جزء ذاتشون بوده، جزء طبیعتشون بوده. مشخصه که یه همچین گروهی از آدما با یه همچین ذاتی که دارن با این همه ثروت بغل دستشون در نهایت یه جوری به زور این ثروت‌ها رو قرار بود از این قبیله ها بگیرن. با زن و بچه ها چه کار کردن؟ زن و بچه ها رو به بردگی گرفتن، فروختن و حتی که اینها رو رسول فروخت و با پولش رفت فروخت به بیگانه اینها. آنگاه پیامبر سعد بن زید انصاری رو به گروهی از اسیران بنی قریظه سوی نجد فرستاد، یعنی فروختن به چیزهای خارجی، قبایل مثلا آفریقایی و حالا چیزهای خارجی. در مقابل آن اسب و سلاح خرید، همه زن و بچه‌ای که باقی موندن رو چیز کردن فروختن و اینها. در جنگ بنی قریظه 36 اسب بود و نخستین غنیمتی که مطابق سهم تقسیم شد خمس بود و در جنگ های دیگر مطابق برای اسبان، چون میدونی که به اینا به اسبا یعنی کسایی که سوار بودن تو جنگ دو سهم میدادن، سه سهم میدادن، به اون پیاده یه سهم میدادن، همه اینا تقسیم شد. اینا اموال و زنان و فرزندان بنی قریظه رو پیامبر تقسیم کرد و اسبان رو سهم داد و خمس رو برداشت و اینا. همینجوری لطفا این رو برید جاهای مختلف تکرار بکنید، چون این از لحاظ چیزی که مسلمان ها تاریخ میدونن این کاملا درسته. خب اینو برید همه جا بگید، پیامبر اسلام بچه های یهودی رو به عنوان برده فروخت و با پول اون فروششون اسلحه خرید. اونجا بحث برخی هست، ادهی برخی، برید در احزاب بخونید. اگر برخی نبود آقا رسول خدا نمیتونست همچین مطلبی رو در قرآن بگنجاند، اشکال میآوردن، میگفت ای شما همه رو غارت کردی، همه رو به غنیمت بردی، چرا داره میگی برخی؟ آیش در قرآن هست، در سوره نساء احزاب، در سوره احزاب. مرسی مصبت. مرسی اوکی تمام شد. آرمین میبینی چی میگه؟ میگه پولشو بدن آزاد کنن این بچه‌ها رو، وگرنه میفروختن. بابا ایرادی نداره که بزنن بفروشن. 20 نفر رو زخمی کن، جان بازش کن، چه کسی باید خرج اونها رو بده؟ کسی کشته نشده توی جنگه، همین میگن یکی سنگ انداخته فقط دیگه، پولی برای چی همه پولا رو گرفتن؟ ولی به نظر من نکته مهمتر اینه که اینجا اینو باید به این دقت بکنید که من وقتی اومدم به شما گفتم پیامبر اسلام بچه‌ها رو به عنوان برده فروخت و با پولش اسلحه خرید، الان مسلمون ما روی استیج نیومد بگه محمد این کار رو نکرد. فرض کنید شما از ما 200 اسیر گرفتید، فرض کنید قانون ضعف از شما نخواهم پذیرفت، هیچ یه سیسی هم برای شما شرایط گوناگون جنگی وضع خواهم کرد، باید برای من قانونی وضع کنید که دست پای مرا در جنگ نبندی، هیچ ضعفی رو بر من تحمیل نکنی. فرض کنید در وسط جنگ است، در بهبوه جنگ است
ایران با عراق یا با هر کسی دو نفر با ما جنگیدن، 200 تا اسیر ما گرفتیم از اونها، 200 تا هم اونها گرفتند. اونها میفروشن، تجهیز میکنن، عوض میخوام 4-5 نفری باهاش زنا میکنن، بردهداری میکنن و کنیزداری میکنن. حالا من چیکار کنم؟ قانون بس کن دیگه. برای چنین روزگار من عوض بدر هم نمیکند، فدیه خسارت هم نمیدهد، چیکار کنم؟ میخوای برای مجبور کنی که بیام اسیر آزاد کنم در وسط جنگ، در بحبوح جنگ؟ چیکار کنم؟ خب قانون بس کن، شما بهتر از اون رو بیاد. الله چاره ای نداشته، ما نبودیم اونجا بیایم برای الله و پیامبرش قانون بذاریم، مجبور بوده بچه بفروشه. اگه ما بودیم اون روز میومدیم این قانون میذاشتیم، الله ناچار میگم آخ دست شما در نکنه. من منتظر آرمین بودم. من الان ادعا میکنم که بهترین قانون، نزدیکترین قانون به عدالت، نزدیکترین قانون به حقوق دست جمعی و مصلحت سنجی همون قانونی است که اسلام گفته. شما هر قانونی وضع کنی ای و ایرادش بیشتر از این میشه. بهترین حالتش همین است که نه همش حساب شده رو. شما وقتی نمیتونی از او بهتر بیاری، یعنی هر چی بیاری از ابراهام لینکلن بهتر آوردارم. ببین آرونی که الله اومده گفته، کسی که دیگه حرفش حقه، هر چیزی میتونسته بگه. اینه که یه مش آدمی که اسیرن اینا رو بیای سرشونو ببری، زن و بچه‌شون رو بری بفروشی، با پولش اسلحه بخری، این قانونیه که خدا گفته. یعنی بهتر از اینم نمیتونسته بگه. ببین چه فاجعه ای قانونی که خدا گفته. خیلی خب شما آقا طبق حقوق بشر، سازمان ملل، طبق همون علمی که باور داری، طبق همون مدرنیته، بیا قانون جنگ وضع کن برای من. بهتر از اون چیزی باشد که اسلام گفت. آقای مثبت یعنی قانونی که الان وضع شده اون موقع نه به عقل پیغمبر میرسیده نه به عقل الله میرسیده که همچون قانونی وضع بکنه. فقط تنها راهش این بوده که مردا رو بکشن، زن و بچه‌شون رو بفروشن، باهاش با اون پولش هم برن اسلحه و اسب و اینجور چیزا بخرن. نمیرسیده به عقل الله، درسته آقای مثبت؟ شما خب قانون بس کن، بهتر از اون رو بیار. شما نمیتونی قانون از اون بهتر بیاری. هر قانونی بیاری ایراد و عیبش از اون هم بیشتر میشود. آقای مصطفی اگه این قانون بهتری نبود، الان هر کسی تو هر جنگی اسیر میشد همین بلا رو سرش میآوردن. الان قطعا این همچین قانون بهتری از اسلام هست که این بلبشو الان این اتفاق نمیفته دیگه. قانون حقوق بشر نمیدونم سازمان ملل همین چیز قانون این قرآن کتاب رحمت و بخششه. یعنی محمد نمیتونسته این رحمت و بخشش رو مدت نگه داره بعد اینا رو ببخشه و آزادشون بکنه، فقط با دستش پول در میآورده. گفته اون رو هم گفته در اسلام هست که چرا نکرد؟ شما میگید اختیار اینا رو داشته که اینا رو بفروشه، درسته؟ مال خودش بوده، اسیرش کرده، اینا رو داره میفروشه، میتونه میفروشه. خب دیگه ما میخواستیم به همین برسیم که محمد یک کار غیر اخلاقی کرده، نه یک کار، خیلی کار غیر اخلاقی کرده، اینم یکیشه. آره اولا اگه محمد و الله هم همون کاری میکردن که بقیه میکردن، پس این دیگه معجزه و از طرف خدا آمدن و ایناش، به دین کامل و جامع برای تمام بشریت، برای تمام دورانها و زمانها و مکانهاش کجاشه؟ بعدم اینکه چه کار بکنیم، ما نباید بیایم تعیین بکنیم که چه کاری بهتره. ایزم ملا نصرالدین میخواست کوبید وسط زمین، گفت اینجا وسط زمین، گفتن چرا؟ گفت میگی نبره اندازه کن. به من ربطی نداره که من بیام برم اندازه کنم، خود تو باید نشون بدی. این به من اینا ربطی نداره. حالا بفهم آقا شما الان امروز علم غیب چه ندارید؟ علم غیب داری فردا، همین فردای فردا آمریکا حمله کرد به ایران، شروع کردن حمله کردن، زنان ایران رو بردن، اسیر کردن و بردهداری کردن، درسته؟ برای این روزگار من، چنین روزگار من، من چیکار کنم؟ اونا بردن، اسیر مرا بردن، زن مرا بردن. اگر بکنن فردا، همین فردا این کار کنن. چرا میخوای یه قانونی برای چنین روزگار من وضع کنی که برای من ضعف باشد در وسط جنگ؟ اونها بتوانند از ما اسیر بگیرن، از ما برده بگیرن، از اسیرهایی که گرفتن بهره‌مند بشوند، بفروشند، تجهیز بشوند، ولی من چنین حقی نداشته باشم. ولی ما بهره‌مند نشویم ها، ما نکنیم، ما هم باید بکنیم دیگه ها. منظورت اینه دیگه؟ آره ما هم باید همون کار رو بکنیم دیگه. بس کنیم من این چیزه تو باید برای من وایسا. مسیح یه سخن خوبی داره، میگه یکی یک سیلی زدن این گوشه، این برای صورتت هم بیار بزنم. شاید شما باید اصلا نکنیم اشتباهات، نه اشتباهات، یه غلطیه نادرستیه.
اعلامیه جهانی حقوق بشر ماده شماره 4ش بردهداری رو محکوم کرده و اجازه بردهداری نمیده. گفتی یه قانون بهتر بیارید برات آوردم. ببین بردهداری رو اسلام هم ممنوع کرده. بذارید بقیه این ویدیو رو بریم. دیدند و مدینها از این قبایل به غنیمت گرفته بودند، به قدرت زیادی رسیدند و مدینه رو کاملا تحت اختیار خودشون در آوردند. و اما امروزه افرادی مثل عبدالکریم سروش، سید جعفر شهیدی و مصطفی حسینی طباطبایی و حتی علی اکبر رائفی پور این اتفاقات رو قبول ندارند و این رو داستانی ساختگی به دست یهودیان میدونند. خیلی جالبه ها. اولا که ما دیدیم که این منابع رو اگه بخوای بزنی زیرش همه اسلام پر، خب؟ ولی جالبیش به اینه که وقتی هم میخوان بیان این داستان رو انکار بکنن، ما داریم این داستان رو به شما نشون میدیم که چی؟ که بیایم بگیم که نگاه کنین اسلام یک ذات یهودی ستیزانه توش داره. و اینا میخوان بیان این داستان رو انکار بکنن، هنوز هم میگن کار یهودی است. این در نهایت باید نشون بدن که برای که بگن ما یهودی ستیز نیستیم، از همین تروپ یهودی ستیزیشون باید استفاده بکنن. باشه این داستان ها دروغه. حالا دروغه رو کی گفته؟ یهودی ها آمدن دروغ گفتن. اوکی باشه. ندارند و این رو داستانی ساختگی به دست یهودیان میدونن و گاهی هم این نحوه کشتار رو چیزی عادی تو اون دوره اعلام میکنند. کاری که دین میکنه، ببین تو طول تاریخ، حالا روند طولانی رو در نظر بگیری، ما معیار اخلاقیمون و روشمون همینجوری داره بهتر و بهتر میشه به طور کلی اگه بخوایم نگاه بکنیم طولانی مدت. ولی کاری که دین میکنه اینه که دین میاد یه اسنپ شات میگیره از یه زمانی و سیستم اخلاقی اون زمان رو میذاره توی دهن خدا و خدا هم که نقصی نداره و این پیشرفت رو کند میکنه. مشکل ما با دین اینه. شما بیاد بگه اون موقع زمان، خب معلوم محمد ممکنه اون زمان این کارا رو انجام داده باشه، خب اون موقع عادی بوده. اوکی اگه اون موقع عادی بوده، ما میخوایم از دین بگذریم که این برای اون موقع بمونه. ما الان میخوایم از این دین شما بگذریم، از معیارهای اخلاقیتون بذارید. وقتی میگی این وحی الهیه، وقتی میگی این قرآن، این حدیثه، اون چیزی که مال اون موقع بوده رو داری میاری برای امروز میذاریش. اسم کسایی رو برد، نمیدونم عبدالکریم سروش و رائفی پور و شهیدی و اینا، که اینا همه مرید مخلص خمینی بودن و خمینی کاملا این داستان یهود بنی قریظه رو قبول داشته برای اون قتل عام دهه 60. اتفاقا مثالی که زده یهود بنی قریظه رو مثال زده بود تو سخنانیش. نمیدونم چرا اینا این داستان دارن انکار میکنن. خیلی نکته دقیق گفتی، چون عبدالکریم سروشی که انقدر خمینی رو قبول داره و انقدر ازش تعریف میکنه و انقدر میاد ادعا میکنه که ایشون از لحاظ سواد دینی اصلا تهش بوده، الان تو داری میای میگی حرف خمینی رو میخوای رد بکنی، تو که خودت در مقابل خمینی از لحاظ دینی و اینا خودت که چیزی نیستی، پس من حرف تو رو باور بکنم یه حرف کسی که تو بیشتر قبولش داری؟ بعد رائفی پور میاد بیاد به ما بگه که خمینی اشتباه کرده، برداشت خمینی اشتباه بوده. داستانی ساختگی به دست یهودیان میدونند و گاهی هم این نحوه کشتار رو چیزی عادی تو اون دوره اعلام میکنند و یا ادعا دارند که هیچ مرجع تقلیدی به قتل عام بنی قریظه اشاره‌ای نکرده. این خمینی هم مرجع تقلید در حالیه که خود قرآن در آیاتی از سوره انفال و سوره احزاب به این موضوع اشاره کرده و تاریخ نگاران زیادی از جمله بلازوری، ابن هشام و ابو داوود و مراجع تقلیدی مثل سید محمد حسین طباطبایی در تفسیر المیزان و بسیاری از افراد دیگه به این اتفاق با جزئیات بیشتری اشاره کردند و حتی روح الله خمینی هم این ماجرا رو بارها با افتخار در سخنرانی‌هاش ذکر کرده. اینها از یکی از اینا آمده بود گریان می‌کرد که چرا بعضی از اینا رو می‌کشن. عجب آدم کثیفیه. میاد نگاه کن برای چه چیزی رو میخواد توجیه بکنه، میاد میگه اینا اومده بودن گریه میکرد، یه کسی اومده بود گریه میکرد که چرا اینا دارن میکشن، حالا میخواد این رو توجیه بکنه. ببینید کی رو کردید رهبر کشورتون، خاک تو سرتون. هرکی انقلاب یکی از اینا اومده بود گریه میکرد که چرا بعضی از اینا رو میکشن، نه این آخری بارا اون میکشن. اینا باز توجه ندارن که اسلام در این حالی که تربیت است، یک مکتب تربیت است، لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست، 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن. نگاه میگه که در یک روز 700 تا از این یهودی ها رو میکشن. میگه نمیفهمن اسلام، میگه اسلام اینه.
لیکن اون روزی که فهمید قابل تربیت نیست 700 نفرشون را در یک جا در یهود بنی قریظه را در حضور رسول الله میکشن، گردن میزنن به امر رسول الله. میگه ببین چی میگه، میگه در حضور رسول الله و به امر رسول الله 700 تا از این یهودی‌ها رو میذارن میکشن. اینم مرجعتون خاک سرتون. نکته مهم اینه ببخشید که این فهمید قابل تربیت نیستن، یکی بیاد اینو برای من توجیه بکنه. بچه ها روی یوتیوب اگه دارید نگاه میکنید بدون لایک نرید. خب ما آتیست های جهنم خودمونو داریم، خب من میگم حرامه برنامه رو نگاه نکنید، میرید توی جهنم آتیست ها. خب این برنامه بر شما حرامه اگه برنامه ما رو لایک نکنید. برنامه هم که تموم شد لطفا زیر برنامه یک کامنت بذارید، کامنت ها و لایک های شما باعث رشد کانال میشه. نکته آخر این که از اون یک پنجمی که سهم پیامبر بوده از غنایمی که از بنی قریظه به دست آورده بودن، پیامبر دقیقا بهترین هاشو برای خودش انتخاب کرده بود. یعنی از شترهایی که غنیمت برده بودن بهترین شتر، اون شتری که اندازه 10 تا شتر دیگه ارزش داشته اونو واسه خودش برداشته. و از دخترانی که از بنی قریظه بوده، ریحانه بنت عمرو ابن خنافه رو که خوشگلترین بوده اونو واسه خودش برداشته بوده. این نکته آخری که من خواستم بگم. این نگاه کنید روزنامه ایران چی زده. خب روزنامه ایران یه توییتی گذاشته، یه پسر فلسطینی با یه بادکنکی دستشه که این داره جشن میگیره، علامت پیروزی رو هم گذاشته و بادکنکی زده 1000K، یعنی 1K، یعنی 1000. خب میگه که 1000 تایی شدیم، یعنی دارن جشن میگیرن که 1000 تا یهود یا 1000 تا اسرائیلی اینا کشتن. یه رسانه های رژیم صهیونیستی اعلام کردن که تلفات حمله نیروهای مقاومت به این رژیم در تاریخ 17 مهر ماه به 1000 نفر رسیده. بعد بیا ببین 1000 نفر کشته رو داره با چه تصویری جشن میگیره. میگن 1000 تایی شدیم. عجب فاجعه این. عجب فاجعه. خاک تو سر این رژیم. نگاه کنید چه جوری دارن از کشتن آدم ها لذت میبرن. بگو ایوان ببخشید. من یه سوال مثبت با یه کلمه جواب بده لطفا اگه میتونی. ای فکر کن داری با آمریکایی‌ها میجنگی یا هر کسی دیگه که حمله کرده بهت، خب تو میدونی اگه تسلیم بشی هم میکشنت و مثلا یا میجنگی، خب کدومو انتخاب میکنی که تو جنگ کشته بشی یا تسلیم بشی و کشن؟ بسیگی داره، نمیدونم، شاید تسلیم کنند و مرا تحویل بدهند. اینه برای این قریظه که عده‌ای که مثلا اینا پیمان شکنی کرده بودند اونا رو تحویل دادند. هم هستی یک کلمه خراش مثال منو جواب بدی. فکر کنم برای اکثر مخاطبا اینجا کاملا بدیهیه، خب که اسلام یک دین کثیف خشن وحشی عقب افتاده ایه که باید از جامعه حذف بشه. ما اینجا تو جمهوری بی خدایان هدفمون حذف یه همچین باورایی هست از جامعه. ما جنگ داریم با دین، با اسلام و با توجه به چیزایی که از اسلام دارید میبینید و تاثیرش رو امروز توی جامعه دارید میبینید. ما تاثیرش رو توی ایران داریم میبینیم، تاثیرش رو تو افغانستان داریم میبینیم، تاثیرش رو تو پاکستان داریم میبینیم، تاثیرش رو تو کشور مسیحی هم داریم میبینیم، تاثیرش تو کشور یهودی هم داریم میبینیم، تاثیرش تو جنگ بین فلسطین و اسرائیل میبینیم. من ببینید ما هیچ کدوممون نمیتونیم ادعا بکنیم که یک نقش بزرگی داشتیم توی همچین جنگی با این خرافاتی که انقدر برای بشریت هزینه داره، ولی همین که هر کدوممون یه تأثیر کوچیکی داشته باشیم که اون روزی که میرسه که جهان به یه صلح و ثباتی میرسه و این خرافات و بالاخره از جامعه یا حذف بشه یا در حدی تضعیف بشه که تو زندگی ما نقشش خیلی کم بشه، همین که ما بتونیم افتخار بکنیم که یه ذره ما تونستیم یه نقشی داشته باشیم که یه ذره زودتر به اونجا برسیم. شما نگاه کنید نسل‌هایی که در آینده خواهند اومد، خب تعدادشون آدمایی که در آینده هستن خیلی بیشتر از کسایی هستن که تا حالا زنده بودن. شما حتی اگه بتونید یه نقش خیلی کوچیکی هم داشته باشید توی از بین بردن این خرافات از جامعه که اینقدر برای جامعه بشری حاصلی نداشته، میلیون‌ها انسان در آینده به خاطر شما بهزیستیشون افزایش پیدا خواهد کرد. چه چیزی بهتر از چیزی که توی اسلام با خرافات و اینا بهش میگن ثواب؟ ما به طور واقعی میتونیم بیام نشون بدیم که شما میتونید افتخار بکنید به این که واقعا توی این مبارزه یه نقش حتی کوچیکی هم داشته باشه. شما ممکنه این نقشتون الان کوچیک به نظر برسه، ولی اگر ریاضیوار هم بخواید محاسبه بکنید
چون تعداد آدمایی که تو آینده هستن خیلی بیشتر خواهند بود، شما تأثیر کارتون نجومی خواهد بود حتی اگه یه نقش کوچیک هم داشتید. اگه فکر میکنین که جمهوری بی خدایین یه پلتفرم مناسبی هست برای اینکه بتونید این فعالیت‌ها رو افزایش بدیم، بیاین رو دیسکورد جمهوری بی خدایان، اونجا لینکش هم براتون گذاشتم، برنامه‌های ما رو لایک بکنین، کامنت بذارید. اگه فکر می‌کنین ما یه پلتفرم خوبی برای این مبارزه درست کردیم، لطفاً کانال ما رو به بقیه پیشنهاد بدید. اگه کسایی که میتونن بیان کمک مالی بکنن، ولی فقط کسایی که کاملا در رفاه هستن و این مشکلی براشون نداره. ولی اگرم نمیتونید، همین لایک و کامنت ها هم به شدت تاثیر داره، کامنت های انگلیسی هم بذارید به شدت تاثیر داره. اگرم میتونید بیان داوطلب بشین، لینک داوطلبی زیر ویدیوهامون هست، میتونید بیان عضو تیم بشید، به ما کمک بکنین، ویدیوها رو ادیت بکنین، کارهای گرافیکی بکنین و کارهای دیگه. اینو خواستم از آخر برنامه بگم. ممنون از همتون، مخصوصا از کسایی که لایک کردن. فعلا تا برنامه بعد، بوس به کلتون. What?